درود عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. بسیار خوشحالم که تشریف آوردید، تو اتاق هستید، پخش زنده هم اینجا هست. ارسلان عزیز، فاطمه عزیز، امید سفری عزیز، دوستان عزیزی که اون پایین تشریف دارن، دوستانی که دستتون رو بالا گرفتید بعدا میارمتون بالا. اجازه بفرمایید که من اول مقدمه اتاق و خدمت شما عرض کنم که این اتاق برای چیه. آزادی بیان کجاست؟ با دروغ ساسپند میکنید و با حقیقت رسوا میشوید. متاسفانه برای بار چهارم اکانت بنده رو ساسپند کردن. خوشحال نباشند که اون اکانت کماف سابق 3 روز دیگه برخواهد گشت. به قول یکی از بزرگان کلاب هاوس که الان هم تو اتاق تشریف داره، کوروش و منش یک برنده. شما اگر یک اکانت رو ساسپند کنید، حتی اگر طوری ساسپند کنید که قابل برگشتن نباشه، با یه شماره جدید کوروش و منش برخواهد گشت. نه تنها کوروش و منش، کوروش منش ها. ما در عصر تکنولوژی، در عصر دیجیتال داریم زندگی میکنیم. شما نمیتونید صدای کسی رو خفه کنید. وقتی که کسی میاد حقایق رو میگه، شما دردتون میاد و میایید با خرج کردن پولهای آنچنانی و اجاره کردن تیم سایبری سعی بر این میکنید که صدای طرف رو خفه کنید. اما زی خیال باطل، اون اکانت هم تا 3 روز دیگه بر میگرده. اصلا خوشحال نباشید که موفق شدید، فقط پولتون رو دور ریختید، پولی رو که به اسم مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی جمع میکنید، میایید برای خفه کردن صدای مبارزین، کسانی که وقت میذارن، انرژی میذارن تو این فضا، اون پول رو برای این کار به کار میبرید. واقعا این دقیقا نقض آزادی بیانه. این که شما با دروغ ریپورت بکنید به کلاب هاوس، وایولنس و هیت سپیچ، خودتون رو رسوا میکنید. مردم هم ما رو میشناسن، هم شما رو میشناسن. یعنی واقعا این ننگش میمونه بر پیشونی خودتون، اینکه بیایید هی پولای نازنین رو که به اسم مبارزه جمع کردید برید خرج بکنید و بخواید فعالین سیاسی، کنشگرای سیاسی رو تو این فضا ساسپند بکنید. فکر کردید که میتونید صدای ما رو خفه کنید؟ مطمئن باشید اگر صدایی رو در یک جا خفه کنید، در جای دیگر صدای دیگر بلند خواهد شد. و من دلخوری دارم از کسانی که خودشون رو دوست من مینامن، رو استیج میان و از استیج برای حمله به اشخاص دیگه استفاده میکنن و سعی میکنن مشکلات شخصیشون رو روی استیج من حل کند. عزیزان دل، اون پایین یک علامت سبزی است که علامت به علاوه روشه. هر موقع مشکل شخصی با هر کسی داشتید، میتونید اون به علاوه رو بزنید، یک اتاق باز کنید، بشینید فوش بدید، تهمت بزنید، لجن پراکنی کنید، هر کاری که دلتون بخواد بکنید. چرا از استیج دیگران برای حل و فصل مشکلات شخصی، برای مسائل که اصلا ربطی به اون اتاق و اون استیج نداره سوء استفاده میکنید؟ چرا کسانی که خودتون رو ماها در این فضا دوست مینامید، مبارز مینامید، وقتی به شما احترام گذاشته میشه و استیجی در اختیارتون قرار داده میشه، از اون استیج سوء استفاده میکنید؟ هر استیجی یه تاپیک داره، یه تایتل داره. وقتی که شما رو استیج میایید، باید به قوانین اون اتاق، کریئتور اون اتاق و
تاپیک اون اتاق احترام بذارید و در مورد او صحبت کنید. من اتاق میزنم با تایتل ایکس یا ایگرگ، دیگران میان رو استیج شروع میکنن حمله شخصی به ایکس، ایگرگ، وای، زد. عزیزان دل، اون به علاوه پایین رو بزنید، اتاقی باز کنید، به هر کی هر چی دلتون میخواد بگید. من از این به بعد دیگه مجبور میشم که رفتارم رو، برخوردم رو با اونهایی که حتی خودشون رو دوست مینامن کاملا تغییر بدم. مثل اینکه من باید یک مقدار دیکتاتورتر باشم، در این فضا دوستی رو بذارم کنار و هر کسی که خارج از تاپیک صحبت کرد سریع میکروفونش رو ببندم و موف کنم تو آدینس. میخوان ناراحت بشن بشن، هیچ اشکالی نداره. کسی که انقدر فهم و شعورش رو نداره که بدونه یک اتاق یه تایتل داره، یک عنوان داره و کریتور و مدراتور اتاق بارها خواهش میکنه و میگه که دوستان عزیزم در مورد تاپیک صحبت کنید. من واقعا از مومو هم ناراحتم، واقعا ناراحتم. من ایشون رو دوست خودم میدونستم، بارهای بار ایشون رو روی استیج دعوت کردم، همچون یک مدراتور، همچون یک مدیر بهش اختیار دادم، اما همش خودش رو میکوبونه به در و دیوار. یک بار فومنی، یک بار فخرآور، یک بار اصلاح طلبا، یک بار انقلابیون. آقا جان شما که خودت میتونی اتاق بزنی، برو اتاق بزن، به هر کسی میخوای بپرداز. روی استیج من جای پرداختن به دیگران نیست. کسی که روی این استیج میاد باید به تایتل اتاق، به مدراتور اتاق، به کریتور اتاق، به قوانین اتاق احترام بذاره. فوش، علل خصوص فوش جنسی، فوش ناموسی به خواهر و مادر دیگران اکیدن ممنوعه. میخواد آقای خامنه ای باشه، میخواد شاهزاده رضا پهلوی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این خط قرمزه. من نمیدونم چرا ما بعد از یک سال هنوز متوجه نشدیم که هر اتاقی قوانین خودش رو داره. برای چی برای حل و فصل مسائل شخصیتون روی استیج دیگران میرید و استیج دیگران رو هایجک میکنید و شروع میکنید به فحاشی یا تهمت زدن و بعد در نهایت اون کریتور اتاق و اون اتاق و اون کلاب باید ساسپند بشه؟ من از شما خواهش میکنم، هر کدوم از شما دوستان عزیز که تشریف آوردید رو استیج، احترام بذارید هم به خودتون، هم به مخاطبینی که اون پایین نشستن، هم به مدیر اتاق، کریتور اتاق، و قوانین اون اتاق رو رعایت کنید. من از شما خواهش میکنم. من بسیار سپاسگزارم. چون تایتل اتاق در مورد آزادی بیانه، من از آقای امید سفری عزیز دعوت میکنم اگر دوست داشتن، اگر وقت داشتن تشریف بیارن بالا و در مورد تایتل اتاق صحبت بکنن. امید جان اگر که هستی، وقت داری، خوشحال میشم که روی استیج داشته باشیمتون و در مورد تایتل اتاق از شما بشنویم. بسیار خوش اومدید. سلام گروش جان، خدمت شما و همه حضار محترم عرض کنم. خیلی کوتاه میگم، بعد شنونده هستم، حالا تا یه مقدار دوستان دیگه هم تشریف بیارن، ولی تنها چیزی که به نظر من نمیشه جلوشو گرفت آزادی بیانی، و این برای همم وجود داره، صرفا برای شخص شما نیست. هر کسی که نامش هست انسان نباید جلو آزادی بیانش گرفته بشه. حالا میخواد سلمان رشدی باشه که از آزادی بیانش استفاده کرد و یک کتاب نوشت، میخواد مسیح علی نژاد باشه، میخواد فریدون فرخزاد باشه، میخواد شاپور بختیار باشه، امید سفری باشه، کوروش منش، یا هر کسی دیگری، همه این دوستانی که الان تو این اتاق هستن، هر کسی دیگر، از این مهمتر تجربه و تاریخ نشون داده شما نمیتونی آزادی بیان و آزادی های کسی رو مانعش بشی. و این
امروز تو این سال 2022 تو این دنیایی که الان هستیم بسیار پررنگتر از قبله. چرا؟ چون سوشل مدیا هست، چون کلاب هاوس هست، چون شبکه های اجتماعی مختلفی هستن. کوروش منش، امید سفری، ایکس وای زد، الان اینجا ساسپند بکنن، فردا یه دونه دیگه میزن. ببینید کسی که حرفی برای گفتن داشته باشه وقتی روزنامهش رو ببندن یه روزنامه دیگه میزنه. تو این ساختمون نذارن کار بکنه، میره یه جای دیگه کار میکنه. مهم اینه که وقتی کسی نمیتونه با منطق با شمای نوعی یا با هر کسی دیگری مقابله بکنه و پاسخی بهتون بده، طبیعیست میخوان شما رو خفه بکنه. حالا این خفه کردن یه زمانی توسط گلوله صورت میگیره، یه زمانی تناب دار تو زندون، یه زمانی با سلول انفرادی، یه زمانی میان طرف رو کتک میزنن، تهدیدش میکنن، یه وقت با تطمیع، یعنی پول زیادی به طرف میدن که دهنشو ببنده، یه وقت هم با بلاک کردن، یه وقت هم با نمیدونم ریپورت کردن، با ساسپند کردن، با حذف کردن اکانت. ولی اینا به نظرم خودشون رو خسته میکنن، به خاطر اینکه اون دوستتون که بهتون گفته شما یک برندید کاملا درست گفته. ببینید برند یعنی یه چیزی که تو یک تعریفی از خودت ساختی به نام کوروش منش، که یک چیزی رو داری دنبال میکنی و دنبال کردی. حالا در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. این اتاق نشودی اتاق دیگه، اصلا تو اتاق یه نفر دیگه. اون چیزی که ازش واهمه دارن فکر توه، گفتار توه، سیستم کار توه. و به نظر اصلا خودتو ناراحت نکن، هیچ اتفاقی نیفتاده، خب به جهنم که ساسپند شدی. ایمیل میزنی، به قول خودت گفتی دو سه روز دیگه بر میگرده، بر نگشتم بازم به جهنم، یه دونه دیگه باز میکنی. این چیز سخت و مشکلی نیست، چون اون کسی که، و اونام نفهمیدن، اون کسی که تو رو به صورت سیستماتیک، چون باید شما سیستماتیک ریپورت شده باشی. یعنی چی؟ یعنی یه گروهی همزمان چند صد نفر تصمیم بگیرن که شما ریپورت بشی و اون نرم افزاری که در سیستم کلاب هاوس هستش وقتی که میبینه یه نفر مثلا ظرف 4 ساعت، ظرف چه میدونم 5-6 ساعت، 1000 دفعه یا چند صد دفعه ریپورت میشه، اون سیستم میاد اتوماتیکالی اون آدم رو تعلیقش میکنه. و خب شما ایمیل میزنی، توضیح میدی که از آزادی بیان استفاده کردی و اونا میفهمن و اون بر میگرده. اگرم بر نگرده که مشکل نیست، اینو داشتم میگفتم. اونایی که شما رو ریپورت کردن در واقع دوست ندارن کسی صداتو بشنوه. و وقتی که تو دوباره فعالیتت رو ادامه بدی، یه اکانت دیگه برای خود بسازی، یک روم دیگری، به یک اتاق به چی میگین کلاب دیگری برای خودت بزنی و تو اون کلابت رومهای دیگری بزنی، هیچ تأثیری نداره و در واقع به نظرم آب در هاون کوبیدنه. چون که من مطمئنم شما تا حالا 3 دفعه این اتفاق برات افتاده، 30 دفعه دیگه هم بیفته، 4 دفعه با قدرت بیشتری ادامه میدید. و به نظرم اصلا فکر خودتونم درگیر نکنید، مهم گفتار توه، مهم دقیقا مثل میمونه که یادم نخبه مثلا تو ایران الان این دوتا نخبهی که تو زندونن همیشه هم اسمشون یادم میره که بچه های شریف بودن و اولمپیادیا، همیشه من اسم این دو نفر یادم میره. این دو نفر خب الان گرفتید انداختید تو زندون، بالاخره که بیرون میان دیگه، بالاخره اینا از اون تو میان بیرون. فردای روزی که از اون زندون بیان بیرون، بهترین دانشگاه دنیا از اینا خواهش. چرا؟ چون سرمایه اینا اون چیزی که توی مغزشونه، توی گفتارشونه. و ابدا مهم نیست حالا یه چند سباهی طرفو انداختن زندون، ولی مهم اینه که در نهایت زمستون میره و رو سیاهیش به زغال میمونه. من براتون آرزوی موفقیت میکنم، اومدم همین رو بگم و بگم این کارا یه مشمعز کننده هیچ نتیجه نخواهد داشت. این همه جمهوری اسلامی کشت، انداخت زندون، الان هر بچه این همه پارازیت یادتون انداخت رو ماهواره ها، الان هر کدوم این گوشی های ما 100 تا ماهواره از خودش. این دیگه کاری هست که با گوشیت نشه بکنی، کلاب هاوس، توییتر، اینستاگرام، فلان.
یعنی الان لاقل قبلا هر 500 تا خانواده اگه یه نفرش ماهواره داشت، الان از اون 500 نفر هر 500 نفرش اسمارت فون داره و یکی از شبکه‌های اجتماعی رو داره. پس این نشون میده نمیتونن مقابله بکنن. موفق باشی کوروش جان و امیدوارم همیشه پیروز و پاینده باشی. امید جان قبل از اینکه من یه سوالی خدمت شما داشتم، من استاد علیرضا مرزدارانی عزیزم دعوتشون میکنم بالا، چون ایشونم رشته تحصیلیشون حقوقه و بیشتر با مسائل حقوقی آشنا هستن. اگر دوست داشتن در مورد این داستان آزادی بیان و این اتفاقات اگر صحبتی داشتند، اگر وقت داشتند، میتونن تشریف بیارن بالا. ما خوشحال میشیم از حضور ایشون هم استفاده میکنیم. امید جان، کوروش منش مگر چه میگوید که همش ساسپند میشود؟ این سؤاله تعلن از من؟ آره، مگه کوروش منش چه میگوید که همش باید ساسپند شود؟ ببین، فارغ از ایده کوروش منش، فارغ از حرفی که میزنه، فارغ از دوستی ها و دشمنی هاش، مثلا خب شما از یک فرد به خصوصی صحبت میکنی به عنوان مثال، یا یک طیف فکری به خصوصی رو بر علیهشون یا در حمایتشون صحبت میکنی، خب این طبیعیه، فارغ از این که اصلا اسم کوروش منش آورده بشه یا نه، یا اون کسی که شما بر علیهشون یا در حمایت ازشون صحبت میکنید، همیشه اینجور کاره یه عده مخالف هم پیدا میشه. یعنی من همیشه میگم به عنوان یک کسی که اینجا داری کار میکنی، تو این کلاب هاوس داری فعالیت میکنی، میونه کلامت من چتروم رو الان دیدم، آقای روزبه فتاحی معروف به رؤوف، فرزند جهاد نکاح، فرزند معنوی شالاتان اعظم، پیام گذاشته که هر کسی روی این استیج بره دیگه رو استیج من راه نمیدم. امید سفری دیگه سمت ما نیا. مختصر و مفیدش میشه گوه خورد. این که خیلی جواب کوتاهش. جواب کاملترش هم اینه که آقای رؤوف، من فکر میکنم توی یک سال گذشته 5 دفعه، اونم این 2-3 ماه گذشته، بیشتر روی استیج شما نیومدم و یه ماه پیشم بود که به خاطر حضور آقای وظیفه شناس، چون من ایشونو بلاک کردم برای اینکه ایشون بیاد روی استیجت، منو انداختی پایین. توی مسیجم برات نوشتم، همش هم هست، نوشتم من دیگه تو روم تو نمیام، چون میدونی یعنی روغن ریخته رو خرج امامزاده میکنی، چون میدونی من نمیام داری اینو میگی. اولا که برای من اصلا تو مهم نیستی، تو تهش تو کل زندگیت یه دونه تو تلویزیونی رفتی، اونم با روبنده، با این چیزایی که خانمای عربستانی میگن برقه، با این برقه بستی رفتی توی تلویزیونی که هر کسی میتونه مجلس عقد و عروسی و حنابندون و ختن سرونش هم لایو از اونجا پخش کنه، اون که دیگه افتخاری نیست. یه خط تا حالا تو عمرت یه مطلبی نوشتی که توی یه سایتی منتشر بشه بگیم رؤوف آدمه؟ آه چرت و پرت چرا میگی؟ یادت آقای رؤوف برگشتی به اسکپتیک توی رومی گفتی ظرف 2 هفته میام رو سرت، میام پدرتو در میارم، میام رو سرت لایف میگیری، اگه نیومدم حروم زادم. من فکر میکنم همین یه جمله رو بهش فکر کنی دیگه از این دردناکتر نمیتونی پاسخی بدی. من اینایی نیستم که میری براشون چرت و پرت میگی جوابتو نمیدن. همین یه نمونه رو ببین، همین یکی که گفتی 2 هفته بعد میام اسکپتیک پدرتو در میارم، اگه نیومدم حروم زادم، تخم بابام نیستم. خب چی شد؟ 6 ماه گذشته. پس قبول میکنی اون توهینایی که به خودت کردی هستی؟ یعنی ببین، با من نمیتونی در بیفتی. من اصلا تو این فضا دنبال این نیستم که انرژی و وقتم و مثل تو که بیکار نیستم که 24 ساعت روم. من اصلا تا به عمرم تو این اتاق نزدم. یه وقت الان سر کارم هم تو بریکی هم که باید دیدونه ساندویچ بخورم، اومدم دیدم آقای منش یه رومی زده، اومدم بالا. هر کی رو این روم نمیاد، بعدم تو توهین جنسیتی میکنی. یعنی چی کوروش خانم؟ مگه مثلا اولا مگه خانم بودن؟ تو خاک بر سر، تو لندن داری زندگی میکنی، یعنی نفهمیده بین زن و مرد بودن فرقی نیست؟ خاک بر سرت بکنن. فکر کردی وقتی که 2 سالت بود میگفتن دخترها موشن مثل خرگوشن، پسرها شیرن مثل شمشیر، مثلا تو شیری مثل شمشیری، نر خر؟
تو هر وقت یاد گرفتی توهین جنسیتی نکنی، هر وقت یاد گرفتی که به یه حدی از شعور برسی، البته تو هم تقصیری نداری یا منم الان دست یکی تو خیابون بگیرم که هیچ فرهنگ و هیچ دانش و هیچ شعوری نداره برش دارم بیارم برش روم بزنم، اونی مقصره که تو رو آورد جز آدم حسابت کرد، اونی مقصره که به تو فضا داد تو تلویزیون تو رو پورت نشون بهت فرصت داد حرف بزنی، و الا کلا تو این فضا نه بلدی حرف بزنی. کل اینت که یعنی تنها چیزی که همیشه تو رومهات بهش افتخار کردی اینه که با من انگلیسی حرف بزن. خب مردک، من 5 تا زبون دنیا رو مثل زبون مادریم صحبت، مگه این افتخاره؟ یعنی اگه 4 تا زبون صحبت بکنه دیگه، هر آقای ظریف هم خیلی انگلیسی رو پرفکت صحبت میکرد. خب چیکار کرد؟ همون ظریف برگشت تو دوربین نگاه کرد، گفت به زل زد به دوربین، گفت ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. خب انگلیسی صحبت کردن یا عربی صحبت کردن این یه تلنته، یه توانه، ولی معیاری برای سنجش اینکه یه آدم خوبه یا بد نیست. تو هر کی میومد تو رومت به جای اینکه جواب منطقی بدی برمیگشتی میگفتی که به من انگلیسی حرف بزن، بعد اون انگلیسی که تو صحبت میکنی، انگلیسی که تو صحبت میکنی رو توی مناطق خیلی سطح پایین لندن یا نیویورک صحبت نمیکنن، یه استریت لنگویج خیلی خیلی لول پایینه. هر وقت تونستی یه مقاله رو 4 خط تو انگلیسی بنویسی، علاوه نگارشی درست بنویسی، اون وقت بیا با من صحبت کن. هر وقت تونستی این کار رو بکنی بیا با هم دیگه صحبت میکنی. پس من کسی نیستم که این چرندیاتو بهش بگی رعوف جان که بگی که نمیدونم تو استیج من نیا. خودت میدونی من یه ماه به تو نوشتم به خاطر کار احمقانه که کردی و به خاطر وظیفه شناس منو انداختی پایین، چون من بلاکش داشتم تا اون بیاد بالا. برات نوشتم من دیگه تو روم تو نمیام، اگرم میومدم شاید 10 دفعه در عمرم تو روم تو نیومدم، اونام به خاطر آدمایی که دعوت بودن تو رومت اومدم بشنوم یه چیزی از اونها یاد بگیرم. تو خودت که مهم نیستی، که تو مثل دربون توالت عمومی میمونی. حالا فکر کن مثلا در برابر میزش یه لپتاپم بذارن، یه نمیتونم صندوق خیلی مدرن هم بذارن، یک مکبوک اپل هم بذارن، تهش دربون توالت دیگه. پس خفه شو رعوف عزیزم، این جمله هم که گفتی گو خوردی گفتی. من خیلی تلاش کردم تو این فضا بی‌ادبانه صحبت نکنم، اینم که فوش نیست، نسبت به اون فوشه که تو میخوری تو عادت داری. حالا این یه گو خوردی که من به تو گفتم ممکنه برای من خیلی سنگین باشه، ولی برای تو خیلی چیز سبکیه. تو که حالا دردت نمیاد، تو خیلی بالاتر از ایناش تو همین فضا شنیدی، آخ نگفتی. تو خودت میگی من اگه 2 هفته بعد اسکپتیک نرم، نیم رو سرت دستگیرت نکنم، این توهماتی که میزنی حلوم زادم فلانم. خلا 6 ماه گذشته، 7-8 ماه گذشته، چی شد؟ چون نرفتی دستگیرش کنی مردک؟ و این چرندیاتون نگی، گفتم تو خودت مقصر نیست، مثلا آدم نیستی، اونی مقصره که تو رو برداشت برات روم زد که اکبر خوشگوش رو بیاری. تو اینقدر بدبختی فردای روزی که اکبر خوشگوش رو آوردی من بهت انتقاد کردم، گفتم چرا این آدم رو برداشتی آوردی، برگشت گفتش که الان روم میزنم برالیه 2000 نفر. با جهنم که میزنی، به کتفم که میزنی، به کتف چپ هم که تخمی که روم میزنی، نمیذارن دیگه، به کتف چپ هم که روم میزنی، خب همسان چه غلطی میخوای بکنی؟ اونم با من آخه، خاک بر سرت بکنم. فکر میکنم کافیش باشه آقای کوروش خانه منش. من بایزت میشنوندم، مرسی. مرسی، ممنونم امید جان. البته دوستان من چت روم رو باز گذاشتم که شما بتونید نظرات خودتون رو بدید. آیه کیانه صوفیان مهر عزیز که میگی کوروش دروغ کمتر بگو، همش میگی ساسپند شدم 4-5 روز بعد با اکانت برمیگردی. دیگه تکراری شده، کسی که ساسپند شده 1 ماه طول میکشه اکانتش برگرده. من با خدمت شما عرض شود که طبق پیامی که تو نوتیفیکیشن اکانتم اومده، خودشون گفتن به طور اتوماتیک 19 آگوست اکانت دوباره فعال میشه. یعنی دیگه کماف سابق نیست که شما باید ایمیل بزنی درخواست کنی. سابقا هم 3 بار
چهار بار، سه بار همین اکانت رو و یک بار اکانت ایرانیان جرمن کلاب که کنار من هست رو ساسپند کردن. من ایمیل زدم، بین 4 تا 7 روز طول کشید و برگشت، ولی این بار مثل اینکه خودشون بدون اینکه اصلا شما ایمیل بزنی بعد از 3 روز برمیگردونن. البته اون چیزی که اینها ریپورت کرده بودن کاملا کاملا دقیقا متضاد بود با اتاق دیروز ما که مثلا ترویج خشونت. من چه ترویج خشونتی تو اتاقم کردم؟ گفتم برید کسی رو بزنید، گفتم اسلحه دست بگیرید، گفتم بریزید تو خیابون، گفتم برید در خونه طرف. من چه ترویج خشونتی تو اتاقم کردم؟ به غیر از این بوده که یه عده که خودشون رو دوست من میدونن اومدن رو استیج من سوء استفاده کردن و شروع کردن به دیگران توهین کردن. و خیلی جالبه که آنهایی که مثلا دیروز تهمت زدن، گفتن فلانی بهش تجاوز شده، فلانی نمیدونم فلان فحاشی های جنسی کردن، الان اکانتشون هست، ساسپند نشده. ولی اکانت من ساسپند شده. این جالب نیست برای شما؟ اونهایی که واقعا تهدید کردن، اونهایی که واقعا دروغ گفتن، تهمت زدن، فحاشی کردن، اکانتشون همچنان هست، ولی اکانت من نیست. چرا؟ چون که من به سر مار میپردازم، چون که من سر اژدها رو نشونه گرفتم. شماها به اسم دوستی روی استیج میکنید پوستی. یه ضرب المثل ایرانی هست که میگه به اسم دوستی میکنید پوستی. شما میاد به اسم دوست پوست دوستتون رو میکنید، مسائل شخصیتون و مشکلات شخصیتون رو میاد رو استیج دیگران حل میکنید، در حالی که کلاب هاوس این آزادی رو به شما داده که بتونید با فشار دادن یک دکمه اتاقی تشکیل بدید و حرفاتون رو بزنید. حالا در ابتدا شاید 2 نفر بیان، 2 روز بعدش میشن 4 نفر، 1 هفته بعدش میشن 20 نفر، 1 ماه بعدش میشن 50 نفر. ما هم در ابتدا همین بود دیگه، اتاقای تشکیل میدادیم برای شاهنامه خانی حد اکثر 30 نفر می اومدن، کتاب خانی حد اکثر 20 نفر می اومدن. و بعد وقتی که داستان به حاشیه کشیده شد و این اتفاقاتی که همه شما در جریان هستید افتاد، مخاطبین کنجکاف شدن که بیان بشنون ببینن داستان چیه. و این شما رو به درد آورده، شما دردتون گرفته که چرا یه کسی حقایق رو میگه، چرا یه کسی اسرار فاش میکنه، چرا یه کسی جرأت کرده در مقابل شما قد علم کنه، چرا ما نتونستیم این شخص رو با تهدید خودش، خانوادهش، زن و بچهش، چه تو آلمان چه تو ایران، و با تطمیع و پیشنهاد پول، چرا ما نتونستیم به هیچ طریقی این شخص رو خفه کنیم، صداش رو ببندیم؟ دردتون اومده و من خیلی خوشحالم که میبینم من راه درست رو دارم میرم. چرا؟ چرا که الان توی کلاب هاوس اتاقهایی هست که به نمونه، به عنوان نمونه اتاقی هست که الان دارن بدترین فحاشی ها رو با تعداد 500 نفر به همدیگه میکنن، اتاق دیگری هست که دارن بدترین توهین ها رو به دین دیگران میکنن با تعداد 600 نفر، اتاق دیگه ای هست که اصلا تایتلش اصلا قابل خوندن نیست، که نوشته چرا همه خانومان ایرانی فاحشه هستن و تعداد زیادی هم تو اون اتاق هم. خب چرا این اتاق ها ریپورت نمیشه؟ چرا مدراتورای این اتاق ها که هر روز دارن این کارو میکنن ساسپند نمیشن؟ آیا از خودتون هیچ وقت سوال کردید؟ اتاقی که علنا تایتل زده نوشته چرا زنان ایرانی مادر 3 نقطه شدن، تعدادشون هم از اتاق ما بیشتره، یا اتاقی که به دین مردم توهین میشه، یا اتاقی که 500 نفر در حال فحاشی و شنیدن تهمت و دعوای شخصی هستن،
چرا این اتاق ها ریپورت نمیشه، ساسپند نمیشه؟ چرا این مدراتورها، کریئتورها همچنان دارن هر روز کار خودشون رو ادامه میدن؟ چرا؟ چرا اگر یه کسی، یه شخص ناشناخته ای پیداش بشه، دست خدا از تو آستینش بزنه بیرون و بیاد اسرار هویدا بکنه، باید ساسپند بشه؟ البته چراش خب معلومه، به خاطر اینکه اونها دارن به مسائلی میپردازن که شماها دوست دارید، حواسها رو دارن پرت میکنن، تایتل میزنن به خانومای ایرانی توهین میکنن، به دین مردم توهین میکنن، فحاشی و تهمت و اینجور مسائل. اینا برای شما مهم نیست، مهم اینه که کسی اسرار هویدا نکنه، مهم اینه که کسی دست شما رو رو نکنه و دردتون اومده و هی ساسپند میکنید. صبح تا شب میشینید توی تلویزیوناتون، توی اتاقاتون میگید که جمهوری اسلامی دیکتاتور است، صدای مردم رو خفه کرده، طاقت نقد نداره، با کوچکترین اعتراضی زندان میکنه، شلاق میزنه. رفتار خودتون رو ببینید، فرق شما با جمهوری اسلامی چیست؟ منظور من اپوزیسیون فیک و کاسبه، منظور من تلویزیون های فیک، تلویزیون هایی که به اسم اپوزیسیون دارن کاسبی میکنن. فرق شما با جمهوری اسلامی چیست؟ شما همین الان که نه حکومت دارید، نه نظام دارید، نه کشور دارید، نه قدرت دارید، نه پول آنچنانی دارید، نه بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیرو انتظامی و اطلاعات ارتش و ارتش و هیچ کدوم اینها رو شما ندارید، ما رو ساسپند میکنید. اگر که ما در مقابل شما بودیم و شما چاقو یا اسلحه در دستتون بود، حتما ما رو میکشتید. ساسپند، ریپورت به دروغ، بلاک، دقیقا عین همون ترور میمونه، هیچ فرقی نمیکنه، چون شما دارید صدای طرف مقابل رو خفه میکنید، شما بدترین توهینا رو میکنید. شما تیم سایبری، تیم فحاش، تیم حتاک درست کردید تو این کلاب هاوس و همه کنشگرا رو و همه اونایی که دارن راه خودشون رو میرن تهدید میکنید. یاد جورج بوش پسر میافتم که میگفتش که یا با مایید یا بر مایید، یعنی اون وسط دیگه راهی نداشت، نمیتونستی وسط باشی، یا باید با آنها باشی یا باید بر آنها باشی. شما هم همین کار رو دارید میکنید، یا با آیفون 13 پرو مکس خفه میشید، یا با پیشنهاد پولی که بهتون داده شده خفه میشید، یا میایید تو اتاقای ما کنار ما میشینید، ما شما رو پروموت میکنیم که فالوور بگیرید، اتاقاتون شلوغ بشه، یا اگر غیر از این باشه ما شما رو ریپورت میکنیم، بلاک میکنیم، ساسپند میکنیم، از پولمون، از قدرتمون استفاده میکنیم، از رسانمون استفاده میکنیم که شما رو به هر طریقی به لجن بکشیم. اما زی خیال باطل، در اصل تکنولوژی، در اصلی که هر جوونی، هر نوجوونی یک گوشی دستشه و میتونه تو اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، کلاب هاوس پست بذاره، اتاق بزنه، حرف خودشو بزنه، شما دیگه نمیتونید مردم رو خفه کنید. خطاب من به جمهوری اسلامی نیست، خطاب من به اپوزیسیون فیکه، خطاب من به اونهایی که دارن میگن ما میخواییم جمهوری اسلامی رو برداریم، برای شما آزادی بیان، دموکراسی و اینجور مسائل رو به ارمغان بیاریم. شما همین الانش که نه نظام دارید، نه حکومت، نه پول، نه قدرت، دارید منتقدین و مخالفین خودتون رو به دروغ، ریپورت، ساسپند، بلاک، از رسانه هاتون استفاده میکنید برای لجن پراکنی. وای به حال اون روزی که شما به حکومت برسید، وای به حال این که قدرت بیافته دست شما. همه ما رو سینه دیوار میذارید، همه ما رو تیر چراغ برق آویزون میکنید و من بسیار خوشحالم که نسل جدید، خیلی از ما که نسل سوخته شدیم، باهوشترن و این چیزها رو میفهمن.
خب آقای محسن خاتمی عزیز، خب من ایشونو میشناسم، ایشون بارهای بار به من پیام دادن، حالا چه پیام هایی دادن بین من و آقای خاتمی بماند، چون را یک مسئله شخصی بین ما دوتا و من دوست ندارم رو استیج بیان کنم. من از اون روش و منش سیاسی شما اطلاع دارم آقای خاتمی، هر نقدی به من دارید میتونید بکنید، اما خواهشاً به هیچ کس دیگه ای روی این استیج نپردازید. من تذکر دادم، جدا میکروفون میبندم، موف میکنم تو آدینس. خواهش میکنم قربونه کورش جان. ببین خیلی ممنونم ازت. ببین میدونی که من به اون پیامات دوش عشق بود، و یعنی الان شما میکروفون نمیدادی. من خیلی هم دوستت دارم، برای اینکه یه مقدار من نبود آقای خاتمی، با اون پیامات خلاصه من نه اون خود... شما عشقشو ندیدی آخه. اگه دید ناخودآگاهت دیده که به من میکروفون دادی، وگرنه نمیدادی با من. نه من چون دیدم شما منتقد من هستی و همش خب به من داری میگی که من مثلا متوجه نیستم. ببین خیلی محترمانه دارم میگم، اوکی میدونم، نه اوکی، برای همین آوردم بالا ببینم حرف حساب چیه. بذار من حرف حساب، خواهش میکنم پس یه چند دقیقه به من وقت بده. اگر به در و دیوار نزنی و به کسی نه نپردازی و به تایتل بپردازی و بعد انتقادت رو به من بکنی، ممنونت میشم عزیز من. چشم، فرصت بده دیگه. ببین من تو مقدمه شما ببین چند تا چیز گرفتم: حقیقت، دیکتاتوری، دوستی، خط قرمز، قوانین، ساسپند، آزادی، دروغی. اینه من همه اینا میخوام یه سر یه جوری با یه چند تا جمله همه اینا رو به هم بزنم. شما داری میگی چرا؟ من میگم که آقا طرفداران حقیقت همیشه در اقلیت بوده و هستند. شما اگه طرفدار حقیقتی خب باید بپذیری، بهتره، بایدم نداری، بهتره بپذیری که دشمنان شما تعدادشون زیادتره، پولم دارن، هر کاری هم بخوام میکنن. من خودم برای اولین بار یه تایتل زدم، بعد از سه ساعت خوابیدم بلند شدم اکانت من ساسپند شد. اکانت هم الان یادمه تایتل اتاق چی بود. ببین این خیلی مهمه چون به زبان فارسی رب پیدا میکنه. منم آدم فرهنگی هستم، چی میگن این بایو منو ببینید میدونید من چی کارم. نجات مهبد کوچولو از دست جادوگر توسط جلاد، که این جلاد خودم بودم، اون جادوگر یه بیشور دیگه بود، این مهبد کوچولو هم من فکر میگردم این به اصطلاح بیگناه که اشتباه میگردم، میخواستم این نجاتش بدم. و نامه نوشتم بلند بالا، گفتم آقا این زبان فارسیه، این چیزی نیست که مثلا من بیام جلاد اینا حتما ماشین ترجمه میکنی. بگذاریم، ببین من به نوعی با شما همدردم، منتها کار من کار سیاسی نیست، کار من زیر سیاسته، یعنی فرهنگ. اینا بایه منم هست دیگه، و اگه صحبت برند باشه من برند رو چیز نمی کنم خیلی، ولی من از سال 70 تو کار فرهنگی هم مترجمم و این ترجمه هم فقط ترجمه نیست، عملش دارم میکنم. حالا ببین از من، دیکتاتوری یه جاهای شما میگی ببین قاطعیت با دیکتاتوری فرق میکنه، به منم گفتن دیکتاتور، ولی من قاطعم، من به اتاق میزنم و هر کس و ناکسی که میکروفون نمیدم که بگم من چقدر دموکراسی بلدم. دوستی هم این آقا دوستی رنجی داره، برو از سعدی بپرس. دوستی مگسانند گرد شیرینی، از اون ور یار جانی که حاضر جون بده برات. یعنی با یه لغت نمیشه خیلی چیز کرد. یا حالا هر کسی هم خط قرمزی بر خودش داره. خط قرمز من ببین خیلی ها منو با اون اسکیپی خودت هم تو اون پیام های شخصی شاید این حس رو کرده باشی. این خانم همین الان یه خانم فتانه بود، میگو توی اتاقای اسکیپتیک میرفت کلی هم با اون چیز میکرد، ولی من بهش گفتم بیشعور سریع میکروفون از من گرفت. یعنی اینا حاضرن لغت های که از این اسکیپتیک بی شرف بی همه چیز بشنون، ولی من بهشون بگم بیشعور این دیگه اصلا از فوش خوار مادر برشون بدتره. خب منم یه لغتی رو انتخاب کردم که دقیقا بخوره به اونجایی که باید بخوره. فرق من و تو کورش جان اینه که شما به این نفس خودت هنوز آگاه نیستی. یه چیزی هست به اسم ایگو. شما نه برابر وجودت که میدونی که میدونی، اونیه که نمیدونی که نمیدونی، به اون میگن ناخودآگاه، به اون میگن سایه ها. شما من دیدم چجوری با شهرام این شارلاتان، دیدم در دلاتو، شنیدم قربونت. ببین من آدم منصفی، اما
ولی موقعی که اون پیام‌های خصوصی رو بهت میدم شما جرأت داری بیا رو کن. من هیچ چیز غیر منصفانه به شما نگفتم، چون دوست داشتم، چون دلم میسوزه، نه که دلسوزی اونجوری ترحم نیست، ولی میدونم نه کجا میه، برای اینکه خود من از اونجا میام، من خودم پناهنده هستم و پیشنهاد 20,000 دلار که اینجا کلی پوله بهم شده و هم با فیلمشو دارم که با هفتی رو گلوله من تهدید کردن. یعنی من خودم به نوعی با شما به نوعی همدردم، منتها کار من چون کار اساسی تر از سیاسته، اینا میبینید دیگه، ارتش سایبری رو من دقیقا شناختم، اون موقعی که این مجید رسولی و مایلو اینا چیز بودن من به اینا مشکوک شدم و الان دیگه گندش در اومد. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که مثلا شما الان دو تا اسم آوردی، سه تا اسم آوردی، من ساعت‌ها بعداً باید به اینها توضیح بدم. همون داستان دیکتاتوری که شما گفتید، همین تایتل اتاق آزادی بیان، باید خفشیم خودمون رو سانسور کنیم، وگرنه بایکوت میشیم، ساسپند میشیم. بشین آقا، بشین، ببین باها داره، شما نمیتونی کار سیاسی بکنی، کار فرهنگی بکنی، یه گربه شاخت نزنه، میان گربه که سهله میان با خنجر از پشت میزنه، نمیتونی، باید باهاشو بدی دیگه. من این کارو کردم، ببین من 70 سالم عزیز من، بچه یه ما دیگه میشه 71 سالم، آخه فرقی باید بین من و شما باشه. تجربه‌ای که من دارم، حالا به سنم نیست فقط، من عرض زندگیم هم خیلی ارزش گشاد بوده، یعنی یه سال من ممکنه 3-4 سال این مردم دیگه باشه، برای اینکه من 4 تا کشور زندگی کردم، خیلی هم از تمام دنیا هم رفیق دارم، از خود چین بگیر تا همه جا. ببین عزیز من که میدونی دوستتم، من مدام دوست واقعی اونه که اگه تو چشت خیلی باشه بهت بگه، نگه بده الان ولش کنه یکی دیگه بهش بگه. من اون دوستی هم که حاضرم به خاطر رفاه شما و آزادی شما چیز کنم، خودم هم حتی بدنام بکنم. شما میگی حالا باید بری جواب بدی به اینایی که من اسپردم، اینا مگه چه چیزی هستن؟ اینا من از رفتارشون، من که چه میدونم کوروش مجید فلان نمیشناسم که، من رفتارها رو میبینم، چون کارم این بوده، کار فرهنگی، میدونم که چی کی برای چی چه کار میکنه و چرا میکنه، برای اینکه فالوور جمع بکنه، برای اینکه آقای سفیری که دیگه میشه اسمش آورد دیگه، اون دیگه شناخته شده است، آقای سفیری رو میارن اینجا میکنن که بیان 10,000 نفر بیان تو چیزشون. من با خود سفیری هم من چقدر مسئله داشتم تا همون بک چنل ها بگذاریم آقا جون. اوکی من تمام تایتل اتاق صحبت کنیم، من اگه اتاق اسم بخوام بیارم 100 تا اسم میتونم بیارم. خیلی خوب، نه منظور ببین اینا نمونه است، اسم که اسم دیگه، ما هممون هم یه اسمی داریم. بذار من این تایتل اتاق شما رو، آقا میگی آزادی بیان کجاست؟ آزادی بیان تو دلته، و دلت چقدر مرغی باشه، به اندازه دل یه گنجیش باشه، یا دل یه نهنگ باشه، جگر نهنگ که مولانا میگه این بزرگترین جگر روی توی کره زمینه، دل نهنگ لازمه. شما اگه دل جنرم به شما که نبنده، اگه دل بز داشته باشم، خب به همون اندازه میتونم بیانم آزاد بیان کنم. حالا من و شما که خارج هستیم دیگه نباید ترس داشته باشیم که آقا بیا من جواب اینو بده، آقا بی خیال، خاطه باش، قربونت برم، نه ترس از تیرای بلا، وقت خار مغیلان رفت و پاد غم مخور، میخوایم برو گریه بکن. شما مشکل داری با اون شهرام شارلاتان، من میدونم کسی که 10 سال رایگان سرویس داده باشه مای 10 دلار 10 یورو خاتمی، آها ببخش، باز من باز شاید ببین آی خاتمی، بس من روشن کنم برای شما و همه دوستان، شاید مشکل من با آی همایون همون یک هفته اول، یک ماه اول، اتاق اول، اتاق دوم، اتاق سوم شخصی بوده، بعد از اون دیگه حزبی و سیاسی شده، باور کنید. آفرین. والله قسم به جان فرزندانم، مشکل من با همایون شخصی نیست، قبول دارم، میخوام قبول دارم، شالاتان و کلاش ها و کلاهبردارایی که به اسم اپوزیسیون دارن ظلم میکنن، دارن
کلاشی میکنن و رو کنم. به خدا شخصی نیست. قربونت برم. منم شخصی نیست. گوش بده عزیز من، من با تو هم دردم، منم با شخصی با ایش که کار ندارم. این مسئله آرکیتایپیه، کهن الگویی، دروغه و حقیقت، جنگ حق و باطل که همیشه بوده، از هابیل بگیر تا قابیل و تا همین الان. این برملا کردن، ببین یه چیزی هست به اسم ویسل بلوینگ دیگه، میدونی دیگه، کسایی که تو کار افشاگری هستن دیگه حداقل اینا نباید بترسن که بیا جواب چهار تا بیشور نامرده بدی. قاطعیت اینه آقا، قاطع با شما، شما میگم میدونم شخصی نیست، ولی به هر حال باید یه انگیزه برای شما داشته باشه که به اتاق بزنیم برون و دیگه. منم مثل شما، من که این با اونه که منتها ببین اون طرفای من خیلی، ما ادمو خیلی قلیل تره، برای اینکه اینا مدعی عرفان هستن، شب تا صبح میان چه میدونم عطار نیشابوری و سعدی و حافظ میخونن برای گول زدن این خانوما، بعدم میکشن تو خونهشون و بعد تجاوزم بهشون میکنن. فرق من با شما اینه، شما توی سطح وسیع داری عملیات انجام میدی، ولی منم تو سطح خودم. ولی اینا ببین ماهیتش یکیه، ماهیتش دروغه و افشای دروغگویان. هیچ مسئله شخصی هم نیست، مسئله آرکیتایپی. این کلاب هاوس هم همه رو ارده بالا دیگه. قربونه دارم، من تموم کردم، فقط بدون دوستت دارم. من اون خانومم که میتونی، آره من ایشون هم دوست داشتم، برای همین خودشون میفهمم. ببین خیلی هایی که من بهشون این چیزا رو میگم، از گردن به بالا چیزایی بهشون میگم، اینا میفهمن عشق پشت اینو. وگرنه من چه کاری دارم معرض دارم خودم رو بدی بکنم برای خانم فلان یا آقای فلان؟ نه دیگه. شما من... توجه بکن آقای خاتمی، آقایی میاد رو استیج من و میگه به یک روحانی توی زندان تجاوز شده، بعد بعدن میره اتاقی میزنه، در حالی که پسر اون آقا میاد رو همین استیج و میگه این دروغه. میره اتاقی میزنه و میگه که این آقا تو زندان بهش تجاوز شده، و یک آقای فحاشی که رو اون استیج صحبت میکرده دوباره میره امروز اتاقی میزنه و میگه که چگونه به فومنی تجاوز شد، در چه پوزیسیونی بهش تجاوز شد. بله، چشمش رو زدن به میز. استایل بوده یا استایل 69 بوده یا هر چیز دیگه، اجازه بده. یعنی واقعا خجالت آوره. میفهمم. ببین عزیز من گوش بده، از اون ورم آقای ایرج مستاقی بالا پایینه همین فومنی رو اورد بالا دیگه، اینه نمیتونه کسی منکرش بشه که اینا چه آدم های فاسدی بوده. منم اول فکر میگردم فومنی آدم حسابیه، امروز من شنیدم یه اتاقی بود که حالا باید بری پیداش میکنم. شما هم دوباره دیگه حالا باز بیاز میگم دیگه، این دیگه ببینید آخه مشکل ما ایرانی ها اینه، شما اومدید در مورد آزادی بیان صحبت کنید، حالا من میگم آقا فومنی رو زدی، نمیدونم زدی یعنی چی، شنیدم مایلو رو زدی آقا، معلومه خب معلومه، دروغ گویان رو نزدم، تو هم خود شهران شالاتن رو زدی دیگه. چی داری؟ من فقط به یک نفر خب پرداختم. نه تجربه خب شخصی داشتم باز، خیلی خوب، منم تجربیاتم رو در اختیار مردم قرار، منم همون باید کارو میکنم، منتها تجربیات شما با یه نفر بوده، مال من با 10 نفر بوده. خب من دروغگویان رو رسوا میکنم دیگه، نمیخوای من اصلا میکروفون به من چی رو دادی، من رفتم. آقا جون اینه دیگه، شما نمیخوای تفاوت ها رو قبول کنی، تفاوت اینه که من توی سطح دیگه دارم کار میکنم که زیر بنای سیاسته. شما تو هم اگه بیبی به اون سطح، عمق سطحی که من هستم بهش برسی، میفهمی که یه عمرت رو تلف کردی، بی خیال این آقا، برو بشین مدیتیشن کن، دست خالی از این دنیا نری. من چون نزدیک اونور پل هستم دارم اینا رو بهت میگم. آقا این سیاست، این جنگای اینا به کار شما نمیاد، دست خالی از این دنیا نرید. خوشبختانه من کاری کردم که همین الانم بیفتم بمیرم دست خالی نرفتم، اسم من هستش تو تاریخ و بعدن این کارای من تدریس میشه تو مدارس تو دانشگاه. فرق آدم ها اینه دیگه. بگذاریم آقا جان، سپاس گذارم، خواهش میکنم. فقط اوردم رو استیج که فکر نکنید که من آفرین، که بدونی من دوستت دارم، که بدونی که من دوستت دارم. آره من این صحبت های خودم هم ضبط کردم میفرستم تو کانال اوشو الان، کسایی میخوان. اوکی قربونه داداش. یا آقا بهروز اجازه بفرمایید آقا میلاد صحبت کنن، بعد نوبت شما میرسه. مرسی آقا بهروز. میلاد جان بفرمایید. درود بهت کوروش عزیز، عصرت بخیر، درود به همه عزیزان. راستیتش اولین که سپاس از دعوتت کوروش جان، بابت دیروز هم اصلا چه حرفی عذرخواهی اصلا
لازم نبود. من راستیتش میخواستم فقط اینو دوستانه بگم، در حدی نیستم که اهل نصیحت و اینجور حرفا، که اصلا به قد و قواره من نمیخوره، اما به عنوان یک دوست که من واقعا دوستت دارم، خیلی پسر باحالی هم هستی و کلی هم استعداد داری، من دیدم کلی استعداد داری صحبت کردنت، اینکه بتونی معلوم رو دور هم دیگه جمع بکنی، اما من یه انتقاد داشتم اینکه الان کوروش جان ببین، نمیدونم نزدیک 2 ماه 3 ماهه که گیر دادی به شهر همایون. شهر همایون منم نزدیک 2 سال پیش اولین باری که رو استیج کنگره رفتم گیر دادم به شهر همایون که آقا اینجوریه اونجوریه، من انداختم پایین. خب الان دیگه به کسی پوشیده نیست که بعد از 1.5 سال 2 سال اینجا توی این محیط همه میدونن که چه خبره، کی چی کار میکنه، کی اصلا مسیرش چیه، کنشش چیه. به نظر من کوروش جان از این استعدادی که داری الان این همه بدبختی و به قول معروف هزار تا درگیری و بیچارگی واسه مردم هست، به نظرم به جای اینکه به این افراد نوبادی بپردازی که دیگه واقعا گندشون در اومده، همه هم میشناسن، دو تا تایتل درست حسابی بزن، چه میدونم در مورد بحران آب بزن، در مورد هزار تا چیز دیگه هست، آخه من نمیدونم چی کدوما رو باید بگم. البته این نظر منه ها، شاید اصلا تو دوست نداشته باشی در مورد اینجور چیزا صحبت بکنی، اما من میگم اگر واقعا میخوای کنشی داشته باشی، میخوای ایران پرستی خودتو نشون بدی، بابا از این آدمو بگذر دیگه، چقدر خانم گنجی بیاد بگه، واقعا من خجالت میکشم به جای ایشون. هر موقع میبینم تو گیر دادی به این شهر همایون، بابا ولش کن بره دیگه، یا نمیدونم خب همین کارا رو میکنی ساسپند میکنن، بعد میگه آزادی بیان. خب اینجا که اینجا این محیط نیست که چه آزادی بیانی، اینجا خود میبینی 500,000 تومان طرف میدن میریزن ساسپند میکنن، بجز اینکه اعصاب خودتو خورد میکنی هیچ چیز دیگه ای نداره. به نظر من بهتره که تاپیک های بهتری بزنی که فردا تو ذهن مردم هم بمونه آقا کوروش منش 4 تا در مورد مردم تاپیک زد، نمیگم نزدی ها، اما الان دیگه من نمیبینم، من دیگه واقعا نمیبینم، یعنی شده فقط ششه، نمیدونم ممه هه هه، بی خیال اینا، به هیچ درد تو نمیخورن به جز اینکه اعصابتو دارن. میلاد جان ببین عزیزم، دیروز یک شخصی که من نمیشناسم یک اتاقی زده بود علیه آقای همایون. قبل از اینکه این اتاق تشکیل بشه یه عده‌ای به من گفته بودن که آقای همایون مریضه و من رو حساب مسائل انسان دوستانه رو استیجی که علیه آقای همایون بود رفتم بالا صحبت کردم و گفتم که آقا به دلیل اینکه این آقا فعلا مریضه و من نمیخوام که خدایی نکرده اتاقهای من باعث بشه که ایشون بیشتر مریض بشه، حالش خراب بشه، تا اطلاع ثانوی کلاب شینشین و پرداختن به شینشین رو من میذارم کنار. خودم گفتم هیچ فشاری هم روم نبوده، از هیچ کس هم نترسیدم، فقط به خاطر مسائل انسان دوستانه بوده. هرچند که شب از همون آمریکا به من زنگ زدن و گفتن که خیر، به شما اطلاعات دروغ رسوندن، ایشون بعد از مصر تشریف بردن آلمان، الان هم تشریف بردن اسپانیا، دارن اشغالشون رو میکنن. دقیقا 3 ساعت 4 ساعت بعد از این که من اعلام کردم دیگه نمیخوام به این آقا بپردازم، یک شخصی که توسط خود ایشون تو این فضا پروموت شده میره رو استیجی که اصلا 2 تا خانوم دارن با هم دیگه دعوا میکنن، خانوم ها رو که مدراتور هستن موو میکنه تو آدینس و میشینه در حمایت از اون آقای ششه، به من توهین میکنه. خب من این رو کاملا برنامه ریزی شده حساب میکنم، چرا که من 6 ماه نه به این شخص پرداختم نه رو هیچ استیجی در مورد این شخص صحبت کردم، پس نمیتونه یک مسئله شخصی باشه، چون من همونطور که شما گفتید ایشون رو کلا فراموش کردم، نوبادی بوده برای من، دیگه در موردش صحبت نکردم. ولی ایشون دقیقا 3 ساعت 4 ساعت بعد از اینکه من میام رو استیجی که علیه ششه هست علنا اعلام میکنم که من دیگه به علت مسائل انسان دوستانه، مسائل انسانی،
به علت مریضی ایشون به ایشون نمیپردازن، فعلا کلاب و اتاقها تعطیله، میاد در حمایت از اون آقا توهین میکنه به من. این کاملا برنامه ریزی شده است از نظر من و دو حالت بیشتر نداره. من امروز تو این اتاق، حالا آقای خاتمی اسمش رو آورد، وگرنه من خودم از اول اتاق تا الان، تا قبل از اینکه شما و آقای خاتمی اسمشون رو بیارن، من اصلا اسمش رو نیاوردم، چون میخواستم به قول خودم پایبند باشم و همچنان فعلا پایبند هستم. اصلا هم برام مهم نیست که این آدم مریضه یا داره تو اسپانیا اشغال میکنه. دمش گرم، پول ملت ایران رو به اسم مبارزه جمع میکنه تو تلویزیون، باش میره اسپانیا و مصر و آلمان اشغال میکنه. خب بالاخره مردم دارن میبینن و خودشون قضاوت میکنن. من این رو دو حالت بیشتر نمیبینم میلاد، یا اینکه این شخص که از فضای رسانه حتی خودش کلاب هاوس تقریبا حذف شده است و مخاطبینش به یک سوم کاهش پیدا کرده، شخصا پشت این داستانه که ای با ای وای ای داد بیداد، طرف همش داشته اینجا داد و بیداد میکرده، اسم منو میآورده، منو پروموت میکرده، الان دیگه تصمیم گرفته اتاق علیه من نزنه. بدوید برید فوشش بدید، بدوید همینه. برید تعریفش کنید، بدوید برید تحریکش کنید که دوباره مثل دیشب اون اتاق که هم اتاق پرید هم اکانت من، اون اتاق زده بشه که دوباره 1200 نفر بیان اسم اینو بارها بشنون. یا اینکه اون شخصی که، دو حالت بیشتر نداره، یا خودش این دستور رو داده، یا اینکه اون شخصی که، ببین من حتی اسمش رو هم نمیارم چون دیگه اصلا من اسم این رو نمیخوام بیارم، واقعا به قول خود شما، به قول آقای خاتمی، نوبادیه، خودش رو نابود کرده. من هم هر کاری باید میکردم کردم، ضربات خودم رو سهمگین وارد کردم. خب یا اینکه خودش اون شخص رو که فرزند معنوی ایشون هست میفرسته رو استیجی که اصلا من روش نیستم، تو آدینس اون پایین نشستم، دارم میبینم که این خانوما مثلا آخر سر آشتی میکنن یا نه، یا خودش میفرسته که ای داد بیداد دیگه کسی نیست تو کلاب هاوس اسم منو بیاره، برید تحریکش کنید دوباره اتاق بزنه اسم منو بیاره، یا اینکه اون شخصی که ابراز ارادت میکنه و میگه که من ایشون رو مثل پدر دوست دارم، دشمن خونی ایشونه، دقیقا 4 ساعت بعد از اینکه میبینه من اعلام میکنم که من دیگه به ایشون نمیپردازم، میاد در حمایت از ایشون به من توهین انواع و اقسام توهین ها رو میکنه که من رو تحریک کنه که من برم دوباره اتاق بزنم و مثلا لنگو پاچه اون پدر معنویش و خودش رو بدم بالا. از این دو حالت بیشتر خارج نیست. لپ ببین کوروش جان، لپ کلام الان خودت گفتی دیگه، آقای فخرآور یه حرف قشنگی میزنه، میگه با آقا با خوک وقتی تو کشتی میگیری گلی میشی، به گند کشیده میشی، اصلا بابا ولشون کن. من همینو دارم میگم، تو خودت ناخودآگاه شدی تریبونی برای تبلیغ اینا، امثال اون که اسمشو من میدونم، من دیروز تو اون اتاق بودم، ولی من انتظارم اینه، این میام تو این محیط ببینم آبا دمشگم کوروش چه تاپیک درست حسابی زده، در مورد مردم داره حرف میزنه، منم میام رو استیجت صحبت میکنم، امید میاد، این همه آدم هستن، بچهای کنگره میاد، هر موقع من میام میبینم ششه مهمه. بابا ولشون کن اینا رو، مگه اینا رو ما نمیشناسیم؟ فکر میکنی مردم نمیشناسن؟ تو خودت داری میگی تلویزیونش چقدر الان ریزش کرده، چرا؟ چون اخلاق رفتارشو میبینن، چون میبینن داره چی کار میکنه، چون میبینن اصلا تو مسیر مردم نیست، شده مسخره بازی، جیب پر کردن، پرچم بفروشم فلان کنم. 42 ساله، چند ساله من نمیدونم، 25 ساله. برای همین من به عنوان یه دوست ازت انتظار دارم که تاپیک های درست بزنی کوروش جان عزیز دل من، منم بیام یاد بگیرم. تاپیک امروز درسته دیگه، در مورد آزادی بیان رفیق. نه در مورد آزادی بیان هست اما بحث جای دیگه میره، خودت میدونی، من دارم میگم حرف مردم باشه. خب تقصیر آقای بهروز، یه لحظه میکروفونتون ببندی، الان نوبتتون میشه رفیق من، هیچ کس هم رو استیج بعد شما نیست، شما میتونی قشنگ صحبت کنی. میلاد جان ببین،
اگر که آقای خاتمی نمی گفت، اگر که شما نمی گفتی، من اسم ایشون رو نمی آوردم. با اینکه اول اتاق هم نیاوردم، همین دوستان خودمون هستن. مثلا من اتاق دوره همی میزنم، اتاق موزیک میزنم، میان بالا مثلا در مورد شیشه صحبت میکنن. ای بابا، ای داده بیداد، اتاق دوره همیه. من اگه میخواستم در مورد شیشه صحبت کنم که اصلا من کلاب دارم به نام شیشه، میزدم اسمشم میزدم اون بالا صحبت میکردم. اتاق دوره همیه. اتاق امروز هم در مورد آزادی بیانه. اگر که خود شما و آقای خاتمی اسم ایشون رو نمی آوردید، من هم مجبور نمی شدم اسم ایشون رو دوباره بیارم. من واقعا کراهتم میشه. یعنی آقا برندت خودت ساختی این برند رو برای خودت عزیز من. خودت این با این کار شدی با مترادف شدی با اون ششه. آقا خب ببینید، من این برند رو ساختم آقای خاتمی. هر آنچه که باید میگفتم بارها گفتم. هزاران نفر تو این کلاب هاوس من رو دنبال میکنن، فالو کردن. 7400 نفر منو برای چی فالو کردن؟ برای چی؟ برای همین برند. آقا 5 میلیون هم خامنه ای رو فالو کردن. بابا بی خیال تعداد، تعداد مهم نیست، کیفیت مهمه. میگم من هر آنچه باید میگفتم بارها در مورد ایشون گفتم، در مورد کلاشیاشون، کلاهبرداریاشون، بی اخلاقیاشون و هر کاری که کردن من بارها گفتم. دیگه اگر بخوام یک حرف تکراری رو 100 بار تکرار کنم، این توهین میشه به وقت، شعور و پول مخاطبین. بله عزیزم، عمل کن، عمل کن قربونه. چرا این ریپلی شما آفه؟ آزادی بیانه که آف کردی؟ چیه؟ این یک اشتباهه، به خاطر اینکه من هر موقع با اون یکی اکانتم اتاق میزدم این اتوماتیک آن بود. چون اون اکانتم رو زدن، من با گوشی اندرویدی، اکانت دومم رو گوشی اندرویدیه، اومدم این اتاق رو زدم و من این رو باید آن میکردم توی اندروید و فراموش کردم. بعد از اینکه اتاق رو زدم به من پیام دادن که این آفه، وگرنه اصلا دست و قرضی نبوده. اوکی، عذر میخوام. پس من اشتباه کردم، برای خودم هم پیش اومده. مرسی، خواهش میکنم. البته من این رو گذاشتم با اون اکانت ایرانیان جرمن کلاب، روی کامپیوتر داره ضبط میشه. البته اون چند دقیقه من به این حرفت اگر اجازه بدی، من خواستم فقط، من اصلا منظورم این نبود که در مورد این اشخاص صحبت کنم، در مورد دیروز بود که میخواستم بیام بالا. میگم فقط به عنوان یه دوست ازت خواهش میکنم تاپیکای مردمی بزن. همین، همه میان به قول معروف حمایتت میکنن و صحبت میکنن، از اینا بگذر قربونت برم. اون کارو باید با من ده بکنه آقا کوروش. اگه جیگرشو داشته باشی میای با من دوتایی میشینیم، مزاحم هم نداری اگه خواستی. چشم. اونم تو کانال اوشو خالصه که اونجا من به دسترسی داشته باشم. اجازه بدید آقای بهروزم صحبت کنن. کسی دیگه هم هندرایز نکرده. ماشالله، هزار ماشالله. مردم ما هم که عاشق فوش و تهمت و بد و بیرا و لجن پراکنی هن. یه عده 360 نفری نشستن وسط دعوای دو تا خانوم، یه عده 1200 نفری هم نشستن که ببینن در چه پوزیسیونی به آقای فومنی تجاوز شده. واقعا 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 آدم وقتی که این اتاق ها، این تاپیک ها و این مردم رو میبینه، البته نه همشون ولی عده زیادیشون، اصلا ناامید میشه واقعا. آقا سکس تو سرکوب کردن تو ما هزاران سال سکس سرکوب شده، برای همین تمایل هست به انواع اقسام این چیزای جنسی. اسکیپتیک و زمین داره نمیخوره. آقای خاتمی متوجه نیستید یک روحانی که دخترش، زنش، پسرش تو این فضا دارن گوش میکنند افتاده زندان، از زندانم در اومده داستان زندانش رو تعریف کرده و دیروز هم پسرش اومده تکذیب کرده که به من تجاوز شده. حالا ما این رو دستاویز کردیم برای گرفتن فالوور و برای شلوغ کردن اتاقمون
میایم تاپیک میزنیم که در چه پوزیسیونی به این روحانی مثلا تجاوز شده. این کمال بی اخلاقیه، اصلا بیماری عزیز من، اینا بیماریه. ولی شما باور نکن، ببین امروز من چیزایی شنیدم از این فومنی، نمیتونه دروغ باشه، یعنی نمیگم راستا، باید اون هم بشنوی دیگه، دو طرف قضیه رو بشنو، این که چی شده. این مال وزارت اطلاعات بوده خوده. آقای خاتمی لطفاً به تاپیک اتاق احترام بذارید. بهروز عزیز رو هم میشنویم و با توجه به اینکه کسی دستش رو بالا نگرفته، من اتاق رو میبندم. اگر کسی میخواد صحبت کنه میتونه دستش رو بگیره بالا. بهروز جان بفرمایید. بله سلام عرض میکنم، صدای من میاد؟ بله صداتون از هموطن. خب تشکر میکنم، خوشحالم که بالاخره موفق شدید از اون قصه هایی که دارید یه قدر خودتون رو جدا بکنید و به تاپیکتون بپردازید. من به خاطر تاپیکتون اومدم به این روم، چون مطلب آزادی بیان رو من براش خیلی ارزش قائل هستم، به این خاطر اومدم. ولی خب متاسفانه درد دلهای شما ظاهرا خیلی زیاد بوده. من در این رابطه میخواستم صحبت بکنم و سعی میکنم زیر 10 دقیقه مطالبم رو جمع‌آوری بکنم. 10 دقیقه به من حد دقیقه فرصت میدید؟ 10 دقیقه هم میخواید صحبت کنید؟ ببین کوروش جان، الان من فقط 15 دقیقه فقط از شما مطلب داشتم. مطالب رو شما ضبط نمی کنید، من ناگزیرم خودم ضبط کنم که بدونم بعدها چی گفتم. احیانا برای دوستان فالوور خودم قابل توجه باشه اگر مطلب جالب بود. اینه که به من حداقل یه دقیقه به من فرصت بدید. مطلبتون خیلی مهمه، مطلب زیباییه، ما این رو ازش خیلی زیاد میتونیم یاد بگیریم به اعتقاد من. اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. خواهش میکنم، من سپاسگزارم. خب مطلب آزادی بیان یک مطلب فوق‌العاده مهم هست. این آزادی بیان رو ما به جای اینکه در کجاست این رو جستجو بکنیم، باید بفهمیم اول آزادی بیان چیست. خود این گزاره آزادی بیان رو اگر ما تبدیل به چیست بکنیم، تشکیل شده از دو نامعلوم در این گزاره، به نام آزادی و بعد بیان. این دوتا رو ما روشن بکنیم، کل گزاره ما روشن میشه. اجازه بدید پیش از این از بیان صحبت کنم. ما چه چیزی رو بیان میگیم؟ یه قضیه، ما اگر از نقطه نظر فلسفی منطقی به قضیه نگاه بکنیم، بیان گزاره ایست که راست یا دروغ باشه بر اساس اون چیزی که ما از شخصیت بزرگی به نام ارسطو یاد گرفتیم. چون در پروسه فکر کردن و فکر کردن تعریف ما انسان ها هست، ما انسان ها هست که باید فکر بکنیم و میتونیم فکر بکنیم، و اگر فکر نکنیم از انسانیت میفتیم و حق ادعای انسانیت نمیتونیم داشته باشیم. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. حالا در مسیر اندیشیدن این ذهن ما به دلایلی خطا میکنه. برای اینکه این خطاها رو انسان کمتر بکنه، دو راه پیش پا داره. یکی اینکه کم حرف بزنه، حتی المقدور خیلی مختصر حرف بزنه در زندگیش، و دیگر اینه که منطقی حرف بزنید بر اساس اون چیزی که جناب آقای ارسطو کشف نکرد ولی روبراه کرد، قانونمندش کرد به نام منطق، بر اون اساس صحبت بکنه. اون میشه بیان، یک بیان بر اساس راستی و یا ناراستی، دروغ یا راست. این از بیان. اما آزادی چیه؟ ببینید، آزادی یک مفهومی است که ما اگر به دقت بپردازیم برمیگرده به آزادی اراده.
وقتی که فرض کنیم مثلا یک شما تصور بکنید که یک الکترونی در نزدیکتون هست و در نزدیک این الکترون یک پوزیترون یا یک پروتونی هم هست که بارش مثبته برخلاف بار الکترون. خب این الکترون اگر از آزادی بخواد صحبت بکنه به چه معنی خواهد بود؟ به این معنی که من اصلا این پروتون رو، یعنی اراده پروتون، وجود پروتون، ویژگی های پروتون، اینها رو من اصلا نمیبینم، فقط و فقط خودم رو میبینم. و این به چه به کجا منجر میشه؟ یعنی این که هیچ پیوندی بین الکترون و پروتون به وجود نخواهد اومد و همچنین بین سایر ذرات بنیادی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اصلا طبیعتی نخواهیم داشت. بنابراین اگر طبیعتی ما داریم، این به این مفهوم هست که ما این که الکترون ها و اجسام این ذرات این عالم اون آزادی که ما برای خودمون فکر میکنیم و قائل هستیم درشون وجود خارجی نداره. اونجا اگر ما دنبال مفهوم آزادی میگردیم، بایستی در روابط ذرات عالم این آزادی رو جستجو بکنیم و تعریف بکنیم. بنابراین آزادی بیان موقعی محصول آور خواهد بود، موقعی ثمره خواهد داشت که رابطه بین اجزای عالم و خصوصا در مورد انسان، روابط انسانی تعریف بشه. در نحوه تفکر ما، در نحوه گفتار ما، در نحوه کردار ما هست که آزادی و آزادی بیان تعریف میشه. اینکه گفتار، پندار نیک گفتن، گفتار نیک گفتند، کردار نیک گفتن نیاکان ما، و یا اونجایی که میگن که به قول آلمانی آخت آفتین گدن کنه، مواظب تفکرات خودت باش، مواظب فکر خودت باش که این فکر تو منجر به کلمات میشه، مواظب کلمات خودت باش که این کلمات تو منجر به افعال تو میشه، مواظب افعال خودت باش که این افعال تو منجر به عادات میشه، مواظب عادات خودت باش که این عاداتت منجر به ویژگی های شخصیتی تو میشه، مواظب ویژگی های شخصیتی خودت باش که این همان سرنوشت توست. ببینید چه راحت از آزادی آدم میتونه به سرنوشت برسه، اگر دقت بکنه به این جزئیات عالم. بنابراین آزادی رو ما بایستی در نحوه تفکرات خودمون، در شیوه تفکرات خودمون ببینیم، در شیوه بیان ببینیم، در شیوه عملکرد خودمون ببینیم. و این هست که متاسفانه ما فراموش میکنیم، و چون فراموش میکنیم به این همه مصیبت ها برخورد کردیم که همین شما کوروش عزیز و همون جناب آقای محسن خاتمی در واقع همه ماها قربانی هستیم، قربانی این بدخلقی های دوستان و روزگار شده ایم. خودمون هم متاسفانه تیشه به ریشه خودمون میزنیم و دست هم بر نمیداریم از این خطاها. نه آقا جون، سب کن داداش، من قربانی نشدم، اجازه بده من میخوام یه کامنت بذارم. یه چیزی رو ایشون اون سپایه زرتشتی که میگه اون پایه چهارم و پایه صفرش و احساس نیکش رو شما از قلم انداختی. اول احساس، بعد افکار، پنداره، متوجه؟ اینه ما همه اون پایه اصلیه رو چیه؟ بچه یه ماهه مگه فکر داره؟ ولی حس داره، حس نیک تبدیل به پندار نیک میشه، بعد تبدیل به گفتار و کردار میشه. اون بیانی هم که شما میگی یه موقع بیان به معنی اکسپرشنه، یعنی شما اکسپرس میکنی حتی گاهی بقید با سکوت. جواب ابلهان خاموشیست،
اینم یه نوع بیانه، یعنی شما یه ابله به شما یه چیزی میگه جوابشون نمیدی، این خودش یه بیانیه. شما همینجوری برای خودت منطقی منطقی ارسطویی رفتی یه چیزای وجودی رو نگرفتی. برو جان من خیلی روک با شما صحبت میکنم، شما تا احساس نیک نداشته باشی تمام مشکلات ما به خاطر احساس نفرت، کینه، حسادت، همه اینا اون زیربنا، هیچ کی هم نمیخواد سایه هاشو ببینه. همه اینا سایه هاست که تو ما هست و تو مخصوصا تو ایرانیایی که سرکوب شده از اون بچگی زدن تو سر بچگی، گفتن بچه حرف نزن. بنابراین اینا الان میان اینجا دروغ میگن و دنبال چه میدونم فالوور اینا هستن. آقای شما فاطمه کاش اجازه میدادید آقای بهروز حرفشون تموم بشه. نه تمام شد دیگه بابا. آقا میگم آقا این داره اطلاعات ناقص پخش میکنه، اون سه تا رکن سر دوش برای همین افتاده دیگه. شما سپاهی بیا تو باد بندازی، سپاهی هر چقدرم قوی باشه میفته زمین. الان وضعیت ایران ما اینجوری شده برای اینکه احساس نیکو نداریم، کجا عشق داریم به هم دیگه. فقط اینو قربونت برم عشق اولیه. آره آقای خاتمی اجازه بدید ایشون کلامش منعقد بشه. آقای بهروز لطفاً تو 3 دقیقه دیگه جمع‌بندی بکنید، چون 10 دقیقه هم شد. تو 3 دقیقه جمع‌بندی، حد اکثر جمع‌بندی کنید که حرف شما به قول ایرانی ها میگن شهید نشده باشه، تا من مسعود رو هم بشنوم و از حضور دوستان مرخص بشم. متشکرم کوروش جان. بله عرضم به حضور شریفتون، خب این بزرگان و اندیشمندان تاریخ بشریت به خوبی فهمیدن که ریشه تمام مشکلات ما در همون فکر ماست. بچه ای که تازه هنوز به سن بلوغ نرسیده، به سن فکر کردن به اون شکل نرسیده، خب بر اون حرجی نیست که هر کاری که باب طبعشه انجام بده. آقا چی داری میگی تو؟ چی داری میگی تو؟ بچه گرست آقا چرند میگی دیگه؟ آقا بچه یه ماهه شما خب اجازه بفرمایید آقای بهروز فسد چیه؟ آقای خاتمی داره بچه یه ماهه رو خودت هم یه ماهه بودی. آقای خاتمی شما نه به اتاق، نه به مخاطبی، نه به کسایی که دارن صحبت میکنن، نه به مدیر و به هیچ احترامی نمیذارید. من به دروغ احترام نمیذارم، من به پخش اطلاعات غلط احترام نمیذارم آقا جون. نمیذارم. برای اینکه ایشون میگه بچه یه ماهه، بچه تا عشق رو دریافت نکنه نمیتونه عاشق باشه، میشه هیتلر، میشه خمینی، اینا هیچ کدوم تو بچگی عشق نگرفتن. چرت و پرت نگو بی خودی. باشه. آقای بهروز فکر کنم 3 دقیقه شما تموم شد، لطفاً تموم بشه. متاسفانه بله 3 دقیقه ما رو جناب محسن تموم کردن. متشکرم. به هر حال امیدوارم آره که دیگه من بوده بفهم. باشه. مرسی از اشکال نداره آقای محسن، همینطوری تو من هم تو بک چنل. آره آقا بابا جون بس دیگه، بس تعارفات ایرانی، بس قربونه مملکت هم به این رفته. این آقا داره بچه یه ماه میگه خب عشق نداریم ما دیگه، نمیخوایم هممون باور کنیم که عشق نداریم. همه پر از نفرت هستیم، همه پر از رقابت هستیم، این از اون بهتر، این از اون، همه این ما رو به این بدبختی انداخته. خب بفهم دیگه عزیز من. مرسی. مرسی. خوش گذشت. آره. اینم بزنم براتون سپاس گذارم. آره. آقا مسعود در خدمت شما هستم. آره همه در خدمت. آقا خاتمی ببندید میکروفونتون رو لطفا. همه در خدمت هم دیگه هستیم. آره. بابت تایتل کوروش جان، خب ما واقعبین بخوایم باشیم، اصلا ما چیزی به عنوان آزادی بیان بیانی جا نداریم. یعنی شما توی امریکا هم میبینی یه کسی مثل ترامپ توی بوره ای از زمان میاد سانسور میشه. پس بعد یه چیزی رو بیشتر بهش توجه کنیم، اونم اینه که کلن کسایی که تو زمینه سیاست و اخبار سیاسی دارن فعالیت میکنن، نه استقلالی توشون وجود داره و نه اینکه بی‌طرفانه بخوان صحبتی بکنن وجود داره. و معمولا کسی که کار خبری انجام میده به یک سمتی قش میکنه. یعنی اون آدمی هم که میاد میگه من خبرنگار مستقلم، یه دروغی پشت حرفش هست. چون خبرنگار مستقل کسیه که راجع به تمام اتفاقات سیاسی چه مورد میل خودش باشه، مزاج خودش خوش بیاد، چه خوش نیاد صحبت میکنه، نه اینکه فقط به یک گروه و بخش خاصی بخواد حب و بغضی داشته باشه و بخواد نسبت به اونا صحبت کنه. در مورد آزادی بیان که
خارج از این من نه میتونم تصور کنم نه میشه تصور کرد. در مورد دروغم که ساسپن میکنن و فلان و بیسار که دیگه خودت از همه بیشتر اینجا چشیدی، تا میای چهار کلمه حرف میزنی یه سریا بدشون میاد یه سریا خوششون میاد، اونی که بدش میاد میره یه دلار چه یه چند دلار خرج میکنه تو رو ساسپند میکنه، بعد از یه مدتی دوباره برمیگردی یه سری حرفا زده میشه دوباره همون آش و هم کاسه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. حالا چون بک چنل هم با هم صحبت کردیم نمیخوام ریز به این قضیه یا بپردازم دیگه عزیزم. مرسی از اینکه ملاقات منو کردی. به این میگن رفیق. یک کلام تو بک چنل بشه یه پیام دادم، احترام استیج و مدراتور و اتاق و همه رو نگه داشت. خب دوستای عزیزم که پایین هستید، این آقای 110 شما میتونید 3 دقیقه صحبت کنید، فائزه عزیزم 3 دقیقه، بعد دیگه اگر کسی حرفی برای گفتن نداره من اون وقت اتاق رو خواهم بست. هدف ما فقط این بود که اعلام کنیم. من با سپاس خداحافظی میکنم. من با سپاس خداحافظی میکنم. مرسی جناب بهروز. تشکر میکنم. مرسی عزیزم. خداحافظ. خواهش میکنم. هدف من از این اتاق این بود که بگم که شمایی که دم از آزادی بیان میزنید خودتون دشمن اصلی آزادی بیان هستید و به قول معروف ساسپندم کنید 3 روز دیگه بر میگرده، اما حقیقت همچنان بر جای خود باقی است. خب آقای 110، اوه این اسم 110 که میاد تن آدم میلرزه. همگی خوبین. من اینو عرض کنم اصلا وجود نداره آزادی بیان، ولی از کجا ما اینجوری شدیم؟ این معلم ها بودن، من دهه 60 هم خب میرفتیم مدرسه، یه مش آدم عقده‌ای وحشی بی فرهنگ نفهم به چوب و فلک میبستن چیه مثلا دو خط مشقشو ننوشته، اجازه باید میگرفتی یا اجازه است برم دستشویی نمیدونم چی. یعنی از همونجا این معلمان پر ادعای از دماغ فیل افتاده نفهم ما رو یه مش تو سری خوره بدون خرد بدون اندیشه بار آوردن. و اینا که این همه ادعا دارن و پوز دارن و تازه بعد 42-43 سال جنبشه نمیدونم چی از این مزخرفات میسازن و افکار عمومی و به اصطلاح میخوان مردم رو خر کنن، افکار عمومی چیه؟ از این اونجا همون لحظه ای که اینا اندیشه رو از ما گرفتن، اینا ما رو تو سری خور، اینکه تو صفای اینا وایسیم و از همون رسالت انسان که آزادیشه ما رو به دور کردن، چون اونجا در همون صفایی که اینا درست کرده بودن نیم نبود که تو اون صفا ما وایستیم، میبایست همونجا اون صفا رو به هم میزدیم، تازه آزادی شروع میشد و حالا به کجا میرسید و امروز هم از پر ادعا ترین قشر دنیا هستن. یعنی برو باشون صحبت کن اصلا منزلت ما پایین اومده و فلان اومده. و به نظر من جمهوری اسلامی در تاریخ خودش اگه یه حرکت مثبت زده باشه اینه که اینا رو به خاک مالید، منزلتشون هم داد رو هوا. ممنونم عزیزان. مرسی آقا مسعود. فائزه عزیزم جان یه لحظه فقط ببین آزادی این صدای زنگه داستانش چی آقا خاطری؟ این زنگه که دعوت به سکوت میکنه و آرامشی هم میده. آقا جون آزادی برای دروغ گفتنم شما در نظر بگی دیگه، یکی که دروغ میگه پول میگیره که دروغ بگه، خب اونم باید آزاد باشه دیگه، شکایت ندارید دیگه. آقای بگو نه میخوام بگم ببینی چقدر بده بین ما که دیگران میای ببینی چقدر بده زشته. نه آقا یه به موقع به موقع باید بچسبونی تو تنور داغه همونجا باید بچسبونی. چسبوندی آقا تنور داغ بود چسبوندی. چقدر آزاردهنده است. آقای کوروش این صدای زنگ ایشون اعصاب منو به فنا داد، لطفا بندازش پای من سر کارم، این تو گوشمه هی دینگ دینگ دینگ، آدم فکر میکنه یکی دم دره. بنداز پایین لطفا. نه من اتاق تموم شد، فقط خانم فائزه مونده. اعصابت خرابه، من زودتر میرم. خواهش میکنم اعصابتون خرابه.
آقای خاتمی، خواهش میکنم. آقا مسعود خواستم ببینید چقدر بده وقتی به این مایک دیگران میاد، چقدر زشته. فائزه جان بفرمایید. با درود به همه شما آقای کوروش نازنین، من میبینید که همیشه تو اتاق شما میام گوش میکنم، سعی میکنم بالا نیام، ولی یه چیزی که دیروز من خیلی ناراحت کرد، شما الان به همین آقای قبلی و آقای قبلی میگید که احترام نگه دارید اسم نبرید، ولی دیروز یادتونه خانم مهسا امدادی چه کرد؟ چه اسمایی رو آورد؟ من اول همین اتاق گفتم که عده‌ای از دوستان ما هستن، ازشون خواهش میکنیم میان روی استیج و شروع میکنن مسائل شخصی خودشون رو بیان کردن، فقط هم خانم امدادی نیست، نه لغتهایی که ایشون خیلی های دیگه هم هستن رعایت نمی کنن. شما باید همینجور که شما رو ساسپند میکنن بلاک میکنن، شما باید با اونا مقابله ممس بکنید. خانم امدادی رو اگر بلاک کنید بهش یه توضیح بدید، یا همین آقای مومو، آقای رعوف که اصلا دیگه قابل اصلا بحث نیست، ولش کنید. من خود دادم یه مدتی با جنبش بودم، اصلا خیلی قبل از شما گذاشتم کنار، برای اینکه کسی که اینجا رابط بود با من خیلی چیزا رو برای من مشخص کرد و من دیگه نکردم، اصلا هم نمیتونم نگاش کنم. ولی در مورد اینکه به بعضیا پوان میدید و به بعضیا نمیدید، بیا خود اذیت میکنه و من شخصا مبارزه شما رو دوست دارم، خوشم میاد که از زندگیتون خودتون مرامتون دفاع میکنید. آقای همایون، آقای رئوف دیگه موره سوختن، واقعا موره سوختن. مرسی که منو گوش دادید. سپاس گذارم. امید جان سفری. خب آریا ایرانی، من شما رو دعوت کردم ولی شما تشریف نیاوردید بالا، باشد که بعدا نگویید. جناب دکتر علیرضا امروز مثل که حالشون خوب نیست، سرما خوردن، نمیتونن صحبت کنن. خیلی خوشحال میشدیم که از حضور ایشون هم استفاده کنیم. خب آریا جان، من دو بار سه بار شما رو اکسپت کردم، متاسفانه مشکل از شماست، از اتاق تشریف ببرید بیرون، دوباره بیایید داخل، شاید بتونید بیایید بالا. بعد بزنید رو عکس پروفایلتون اکسپت کنید. خب آریا رفت کلن اومد. آریا جان من دعوتت میکنم بالا، ببین اینوایت میاد. خب من اینوایت فرستادم. من یه نکته میتونم بگم؟ بله بفرمایید. مرسی. صحبت خانم فائزه به نوعی من برداشتم اینجوری بود، واقعا یک سری گروه و افراد هستن که چیز میکنن دیگه، یعنی باعث میشن که خواسته یا ناخواسته ما نسبت به یک سمتی جهتگیری کنیم. یعنی نمیخوام مستقیم بگم، ولی اتفاقی که دیروز افتاد، راست میگه خانم فائزه، شما نسبت به یک سمتی جهتگیری کردی و اجازه صحبت به یه شخص دیگر رو ندادی در اون افرادی که بودن. اینو من نمیپسندم واقعا. مسعود جان، اولا من دیروز از همشون خواهش کردم که در مورد تایتل صحبت کنن، خودشون زدن به در و دیوار. هم خانم لاجوردی بالا بود، هم خانم عالمی بالا بود، هم خانم امدادی بالا بود، هم مهنا بالا بود، هم مومو بالا بود، رکسان بالا بود، رضا گلپور بالا بود. از همه گروه ها، از همه تفکرها که دارن تو این فضا فعالیت میکنن من بالا آوردم. همین آقای محسن خاتمی هفته هاست که توی بک چانل منو ترور کرده، کشته منو، ولی من امروز آوردمش بالا، گفتم بابا هر حرفی داری، هر چی میخوای بزنی بزن. دیدید که واقعا این نیست که من بخوام گروهی رو نمیدونم پروموت کنم یا ساپورت کنم یا مثلا بخوام پشت کسی باشم. من اگه میخواستم توی یه گروه، توی یه جنبش باشم، خب بودم، نمی اومدم بیرون. و به خاطر اینکه اون ضربات برای من، یعنی اون اتفاقا برای من افتاد، تصمیم گرفتم دیگه مستقل باشم. اما متاسفانه مسعود جان، خیلیا به اسم دوست میان از من سوء استفاده میکنن. من دیگه روی استیجم این مومو رو به هیچ وجه نخواهم آورد، با اینکه دوستش دارم و میدونم پسر سخنور و پسر باوشیه،
اما میاد این گاو نهمن شیرده یک ساعت صحبت میکنه، خیلی قشنگ سخنوری میکنه و در آخر مثلا میاد در مورد تاپیک اتاق آزادی بیان یک ساعت صحبت میکنه، بعد صحبتش که تموم شد و همه کف و دست برایش زدن، قبل از اینکه بره پایین مثلا یه فوشم به کنگره میده، یه فوشم به شهبانو میده، یه فوشم نمیدونم به فلانجا به فلانجا میده، این گاو نهمن شیرده لغت رو میزنه زیر سطل شیره که این همه زحمت کشیده پرش کرده. خب یه بار، دو بار، سه بار، یه هفته، دو هفته، سه هفته، یه ماه، دو ماه، سه ماه، الان دو ساله من هر دفعه به ماما گفتم ماما جان تو رو خدا به تایتل بپرداز، کی چی کار کرده، کی چی کار نکرده، اون به علاوه پایین رو بزن، خودت اتاق بزن، تو اتاق خودت بگو که مسئولیتش گردن تو باشه. مسعود جان به خدا من اینجا مثلا تو میایی میگی رسولی، بعدن رسولی و طرفداراش من باید 100 ساعت جواب اونا رو بدم، یکی دیگه میاد میگه همایون، یکی دیگه میاد میگه فخرآور، یکی دیگه میاد میگه نمیدونم فومنی. بابا اصلا دقیقا تایتل اتاق آزادی بیان، یعنی ما اصلا نمیتونیم صحبت کنیم، هر چی که بگیم، هر چی، یعنی من الان بگم سلام، 100 تا فوش برای من میاد که چرا گفتی سلام، این عربیه، بگو درود. وقتی که میگم درود 100 تا فوش برای من میاد میگن که داری کلاس میذاری، تو بچه نمیدونم جنوب شری، درود به ریخت و قیافه تو نمیاد. ای بابا، یعنی اصلا من دیوانه شدم تو این فضا از دست این مردم. این مردم هر کاری بکنی، صدات ناراحته، صدات ناراحته، منم نمیخوام کش بدم، ولی یه چیزی رو قبول کن، نمیشه همه رو راضی کرد، که همه رو نمیشه راضی کرد گروش، ولی یه چیزی که به هر حال همه وقتی وارد فضا سیاسی میشن یه اندازه یه نخود، من مسعود مخم کار میکنه به هر حال، وقتی میبینی یه نفر میاد از سه تا طیف به یه شکل خاصی دفاع میکنه که میبینی این سه تا طیف رو به هیچ وجه نمیشه کنار هم قرار داد، این آدم آدمی نیستش که بشه بهش اتکا کرد. ببین الان من توی رومی بودم، اون طرف، ببخشید الان نمیخوام بعدی کسی رو بگم ولی چون هست دارم، ببین طرف جمهوری اسلامی رو تعریف میکرد، فخرآور رو تعریف میکرد، شهرام شارلاتان رو تعریف میکرد. خب نمیشه که، نمیشه این آدمی که داره هر ستا رو تعریف میکنه بعد میگه من بابام نمیدونم فلان کار سیستم بوده، خب ما به این آدم چه اسمی میتونیم بذاریم کوروش؟ بعد چجوری میتونیم این آدم ها رو بپذیریم؟ مگه میشه؟ مگه داریم همچین چیزی؟ اصلا واقعا من خودم به شخص مخم سو کشیده که چجوری میشه یه نفر بیاد بگه فخرآور خوبه، همایون خوبه، جمهوری اسلامی هم خوبه، اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ ولی داریم میبینیم. بعد ادعا هم دارن، میگن اگه ضد ما حرف بزنید فلانتون میکنیم، بیسارتون میکنیم، اینجوری میکنیم، اینجوری. خب حالا ما با این آدم ها باید چی کار کنیم؟ غیر از اینه که باید اتاق بزنی راجبه صحبت بشه، آقا تو چجوری، چه تفکر؟ من همینو میگم، من میگم اتاق میخواید بزنید، برید خودتون بزنید راجبش صحبت کنید، تو اتاقی که من میگم آقا جان توهین نکنید، فوش جنسی ندید، به زن و بچه مردم توهین نکنید. شما میایی میگی سردار سلیمانی تروریسته، آقا باشه تروریسته، دیگه چرا به زن و دخترش فوش میدی؟ شما میایی میگی شهبانوی ایران یه جایی اشتباه کرده، خب هر کسی اشتباه میکنه درسته، دیگه چرا پسر خالش رو میاری که برگرده بگه مثلا با فلانی خوابیده، با فلانی خوابیده؟ شما میای میگی مثلا آقای فخرآور نمیدونم فلانه، خب اشکال نداره سندش رو کن، ما هم بفهمیم که ما اینقدر مثلا تو اتاقاش میریم گوش میکنیم، بعدن بعد 10 سال دیگه نفهمیم که دوباره ابله بودیم. میگی فلان سند بذار، یه سند معتبر، یه چیزی نشون بده ما ببینیم، یا میخوای نقدش کنی؟ مگر من خودم دوبار، خودم مگه من دوبار اتاق نزدم آقای فخرآور رو نقد نکردم؟ مگه روز عاشورا من اتاق نزدم در نقد آقای فخرآور و گفتم جاش نبود، زمانش نبود؟ اولین باری که این کارو کردی همشون
بلاکت کردن اشکال نداره، ولی بار دوم نکردن، چون فهمیدن که من از روی دلسوزی میگم. من با آقای فخرآور مثلا گفتم روز عاشورا این اتاق شما میتونستید با یه تایتل دیگه دو روز دیگه اون بعدتر بزنید، هیچ کی از بچهای کنگره منو بلاک نکرد. چرا؟ چون رکسان هم همین حرفو زد، رضا گلپور هم همین حرفو زد، شهرام هم همین حرفو زد، و وقتی که میبینن از بین خودشون هم میگن این. ببینید این نقده. اما من اگه میومدم مثلا مینوشتم فخرآور فلان فلان شده، فلان فلان شده زندان قصر، دیگه اون موقع کسی حرف من رو گوش نمیکرد، میگفت این زاویه داره، این داره میخواد بزنه، این داره عقده گشایی میکنه. متوجهی؟ من اینو میگم، میگم آقا به ایکس، به ایگرگ، به وای، به زد نقد دارید، بیاید نقد کنید، بگید آقا ادبیاتش تنده، آقا کلماتی که به کار میبره مناسب نیست، آقا اتاق مثلا در روز عاشورا زدن صحیح نبود، تایتلش خوب نبود. خود منم این کارو کردم، چه اشکالی داره؟ من از دوستان کنگره ملی هم خودم نقد اون اتاق رو گذاشتم، چون یه اتاق دیگه داشت فوش جنسی میداد به کنگره و بچه های کنگره. میلاد صدات باگ داره، قطعه رست میشه. الان هم باگ داره؟ الان خوبه، بگو عزیزم. میگم مسئله همینجاست آقا، شما زمین و زمان و هر کسی که در جهان هستش هر چیزی رو میتونی نقد کنی، اما اینکه وقتی شما با این ادبیات میای فوش خواهر و مادر رو نمیدونم، اینجا مشکلی. این اینجا آزادی بیان نیست، آزادی بیان نیست. مثلا من دیشب داشتم یه برنامه از جیمی فالن نگاه میکردم، یه مسابقه بود، خب آدم بزرگن دیگه، یهو یه کدومشون یه چیز زشتی گفت، جیمی فالن با اینکه دیگه خودت میدونی که آدم شوخ و ترتر خنده و ایناست، گفت آقا اینجا فامیلی شوه به شوخی، یعنی هر چیزیش که شما نمیتونی بگی، که چون آزادی بیان هست در امریکا شما هر چیزی مثلا تو دهنت میاد بخوای بگی. مسئله اینجاست که مؤدبانه میتونی نقد بکنی، میتونی هر کسی رو نقد بکنی تا اونجایی که آزادی یا شخصیت کسی رو به قول معروف شما خدشه‌دار نکنی یا با ادبیات خیلی بدی صحبت نکنی. مشکل همینجاست فقط. منم دقیقا همینو گفتم. من گفتم چه آقای فخرآور، من یه حرف بزنم، ببین یه لحظه من اصلا بعد من به شما فرصت میدم. من بارها، من فقط یه خط قرمز دارم آقا، به خانواده هم دیگه نپردازید. یک، کی دیده من تا حالا بیام اینجا مثلا به خانواده آقای همایون بپردازم؟ به من چه؟ همه ما مشکلات خانوادگی داریم، خانواده های ما چه گناهی کردن که ما داریم اینجا اتاق میزنیم یا حرف میزنیم؟ یک، به خانواده های هم دیگه نپردازیم. دو، فحاشی جنسی نکنیم. میگی قاسم سلیمانی تروریست است، قبول، ولی دیگه چرا میگی دخترش و زنش فاحشن؟ میگی آقای خامنه‌ای دیکتاتور است، قبول، ولی دیگه چرا میای به زن و دخترش فحش میدی؟ میگی شهبانو فلان اشتباهات را کرده است، قبول، ولی دیگه چرا میری پسرخاله‌اش رو میاری که مثلا بگه تو دربارم با فلانی هم میخوابید؟ میفهمی؟ یعنی این هاست که خط قرمز اتاق ماه. نقد میخوای بکنی شهرام همایون و فخرآور و هر کیو میخوای نقد کن، اما لطفاً اولم که چسبوندن نمیدونم این فلانی مهره اطلاع، آقا این یک خیلی ساده است. من تا حالا یک بار با این همه ظلمی که از طرف همایون به من شده نیومدم بگم مهره اطلاعاته. چرا؟ چون باید سند ارائه بدم. حرف مفت رو که راحت میشه زد، فلانی مهره اطلاعاته، خب بعدش مدرکش کو؟ آیا شما با اطلاعات در ارتباطی؟ آیا شما تو اطلاعات جمهوری اسلامی آدم داری که او به شما گفته که ایشون با اطلاعات در ارتباطه؟ و اگر آدم داری در اطلاعات جمهوری اسلامی غیر از اینه که خود شما هم اطلاعاتی هستی؟ متوجه چی میگم؟ بدون فکت و سند توهین کردن. ببین من هر چیزی تو اتاقام در مورد آقای ایکس گفتم تو کانال تلگرامیم گذاشتم سندشو به صورت ویدیو، صوت، اسکرین‌شات و مسیجی که برام اومده عکسشو گرفتم گذاشتم. چون سند ارائه میدم هر موقع تایتل میزنم در موردشون اتاق شلوغ میشه،
چون مردم میگن این سند داره، داره ارائه میده، و بعد میشه چون و بعد میشه اون اسناد رو راستی آزمایی کرد. مثلا میگم فلان سند منبعش هم مینویسم از فلان شخص، میرن جستجو میکنن ای فلان شخص مثلا خودش اصلا عضو مثلا فلان گروه یا فلان تلویزیونه و سالها اونجا فعالیت کرده، پروندهش کارنامهش مشخصه، پس میشه استناد کرد به این مسئله. من بارها دیشب هم گفتم خواهش میکنم روی استیج فحاشی جنسی نکنید، خواهش میکنم تهمت نزنید. حالا من میام میگم شالاتان، کلاش، دروغگو، اینها لقبه، فوش نیست. شالاتان، کلاش، دروغگو همش هم یه معنی میده، لقبه. اما هیچ وقت نگفتم نمیدونم خواهر فلان، مادر فلان، نمیدونم پدر فلان، نمیدونم اینها فحاشی جنسیه. خب اگه به خودش هم بدی باز قابل پذیرشه، به خودش فوش بدی، یه فوشی بدی که مثلا به مومو بارها تو این فضا گفتن گی، به منم گفتن، من دردم نمیگیره. چرا؟ چون برمیگرده به خودم، شخص خودم. اگر من گی باشم به خودم ربط داره، اما وقتی مثلا به من بیام بگن جاکش، برمیگرده به خانواده من. وقتی بگن فلان کش، برمیگرده به خانواده من. وقتی بگن مادر فلان، خواهر فلان، دختر فلان، برمیگرده به خانواده من که بعضا مثلا شاید هم فوت کردن و دستشون از دنیا کوتاهه و من به جای اینکه یه کسی رو پیدا کنم حالا یه خرمایی بره سر قبرشون مثلا خیرات بده، یه فاتحه‌ای براشون بخونه، دارم تو این فضا فوش براشون میخرم و مطمئنن روح مادر خدا بیامرز من آزرده خواهد شد. پس من دو را بیشتر ندارم، یا این افراد رو باید خفه کنم، اولا باید بک چنل رو ببندم، دوما باید چتروم رو ببندم، سوما باید بلاک بکنم، چهارما باید میکروفونشون رو ببندم، پنجما باید موف کنم تو آدینس که بعد میان میگن این دیکتاتوره، داره از آزادی بیان صحبت میکنه، خودش داره ما رو خفه میکنه. خب عزیزان دل، به خواهر و مادر هم دیگه کاری نداشته باشید، فوش جنسی ندید، بیایید بالا با سند و مدرک اگر چیزی دارید، سند و مدرک هم اگه ندارید بیایید نقد کنید. آقا به خدا به فرما و بشین و به تمرک هر سه تاش یه معنی داره، بفرمایید، بشینید، به تمرگین، هر سه تاش یه معنی داره. ولی شما وقتی سومی رو به کار میبری، کسی برای شما و حرف شما هیچ ارزشی قائل نمیشه، حتی اگر راست بگید. این دقیقا خط قرمز اتاقهای من بوده. متاسفانه تمام اونهایی که دو ساله دارن اینجا فعالیت میکنن و بعضا دوستان من هستن، میان روی این استیج چشمشون رو میبندن، دهانشون رو باز میکنن، مثل دیروز اتاق دیروز ساسمن شد دیگه، هی میگم آقا فوش جنسی ندید، آقا به هم دیگه تهمت نزنید، آقا مشکلات شخصیتون رو روی این استیج حل نکنید. آخه چند نفر رو بفرستم پایین؟ چند بار من مهسا رو فرستادم پایین، خانم لاجوردی رو فرستادم پایین، مهنا رو فرستادم پایین، مومو رو فرستادم پایین. آخه خب من اگه بخوام اتاق بزنم اینها بیان صحبت کنن، من هی بفرستم پایین، خب دیگه مخاطبی نمیمونه، سخنگویی نمیمونه، ما خودمون رعایت نمی کنیم، از ماست که بر ماست، ما بد تربیت شدیم. نمیدونم، میگن مردم به حکومتاشون میرن، نمیدونم حکومت ما رو بد تربیت کرده، پدر مادرمون ما رو بد تربیت کرده، نمیدونم نون حلال بهمون ندادن، نمیدونم حالا دیگه بعضیا میگن طرف نطفش فلانه، نطفه‌مون درست نبوده، بذار دیگه روک بگم، من نمیدونم مشکل چیه، من نمیدونم، من الان چتروم رو باز گذاشتم اونجا دارم فوش خوار مادر مینویسم. آخه عزیز دل من، تا موقعی که فوش خوار مادر مینویسی، هر آنچه که بکاری درو میکنی، در ازاش هم تو میای به کوروش منش یا به ایکس یا ایگرگ فوش خوار مادر میدی، چهار تای دیگه هم که کوروش رو دوست دارن به خوار مادر تو فوش میدن. آیا دوست داری؟ آیا خوار مادر تو
که انسان محترمی هم هستن و اصلا نمیدونن کلاب هاوس چیه، گناهی کردن که بابت رفتار زشت تو، بابت اون دهن کثیف تو باید بیان فوش بشنون. من نمیدونم کجای کار میلنگه، به خدا من نمیدونم کجای کار میلنگ. این جماعت طرف اومده روی استیج داره در مورد آب صحبت میکنه، خدا شاهد من تو اتاق بودم، داشت در مورد سیستم آبرسانی صحبت میکرد که مثلا بارانی باشه بهتره یا فلان باشه فلان باشه، قطره‌ای باشه چی چی باشه. تو بچانل داشتن بهش فوش خوار مادر میدادن. بابای بدبخت کارشناس آب سیاسی هم صحبت نمیکنه، اصلا نمیدونه سیاست چیه. یه اتاقی بوده در مورد خوشسالی اومده داره اون چیزی رو که سالها برای زحمت کشیده، نمیدونم میلیون ها تومن خرج کرده، عمرش رو گذاشته، یه تخصصی به دست آورده. این آقای دکتر علیرضا مزدارانی که این پایینه میبینید، ایشون کارشناس جزاه، جرم شناسی، چند بار اومد رو استیج ما، چقدر قشنگ صحبت کرد، دیگه نمیاد، جرأت نمیکنه. هر بار الان همون پایین نشسته، 70 سال هم سنشه، هر بار من پیام میدم دکتر بیا بالا، میگه خوار مادر من، مادر خدا بیا موز من، پدر خدا نوز من، فلان گناهی نکردن، من میام اونجا صحبت میکنم، به من فوش ناموسی میدن. خب پیرمرد 70 ساله، دکترای جرم شناسی، یک آدم محترم، من جوونم، طاقت دارم، یهو مثل دیروز قاطی میکنم، اتاق میزنم، مثل خودشون باشون صحبت میکنم، ولی این آقا که نمیتونه، میریزه تو خودش، میریزه تو خودش. یه جایی هم به این نتیجه میرسه که دیگه آقا اصلا رو استیج نمیرم، اصلا حرف نمیزنم. ما تو این 2 سال گذشته چقدر از این عزیزان از دست دادیم، چقدر استاد دانشگاه داشتیم، چقدر کارشناس داشتیم، چقدر دانشمند داشتیم، چقدر انسانهای متشخص فرهیخته داشتیم ما تو این فضا که می اومدن صحبت میکردن، ما ازشون یاد میگرفتیم. چقدر آدمای سیاسی گنده داشتیم که تو این فضا می اومدن اتاق میذاشتن، خوب یا بد. دکتر جواد ظریف، دکتر محمود احمدی نژاد، اینها اومدن تو این فضا، اگر که ما بهشون توهین نمی کردیم، فوش نمی دادیم، یه مقدار سعه سد داشتیم، یه مقدار احترامشون رو نگه داشتیم، می تونستیم اینجا سوالامون رو ازشون بپرسیم، اینها رو مجبور کنیم به پاسخگویی که در مورد اون 8 سالی که رئیس جمهور بودن یا مثلا وزیر امور خارجه بودن، در مورد برجام، در مورد خیلی چیزا بیان اینجا به ما اطلاعات بدن، حرفایی بزنن که بعضا هیچ وقت توی هیچ رسانه‌ای نگفتن. اما ما با فضایی که اینجا درست کردیم، با این تنشی که درست کردیم، با این لجن پراکنی‌هایی که میکنیم، همه رفتن، رفت ظریف، رفت دکتر احمدی نژاد، رفت این روانشناسا و روانپزشکا و دانشمندا و اساتید دانشگاه، اکثرا گذاشتن رفتن. یعنی واقعا از ماست که برماست. من یه نکته رو بهت بگم، در سیاست اگر تو به یه مدرکی برسی یعنی انتهای بازی، یعنی کیشومات. پس انتظار داشتن این که در برابر خیلی از صحبتهایی که میشه مدرکی رو بشه، حتی اگر مدرکی وجود داشته باشه، به نظر من یه ذره غیر معقوله. شما اینو در نظر بگیر، یک کسی داره کنش سیاسی انجام میده، از روی عمل کردش افراد تجزیه تحلیل میکنن، میگن آقا فلان کس با این عمل کردی که داره انجام میده قطعا میتونه به فرض مثال به یه سازمان اطلاعاتی وصل باشه. حالا به کدوم سازمان اطلاعاتی نمیدیم، ولی میگیم آقا وصله وقتی که عمل کردش رو میبینیم. اگر مدرکی دال بر این قضیه باشه که یعنی آقا مهر ابطال روی اون شخص، پس به دنبال مدرک بودن به نوعی به این راحتی ها نیست. شما الان نگاه کن، خود امریکا یه سری کار رو انجام میده، 50 سال بعد اسنادش رو میکنی، یا چیزی که تجزیه تحلیل میکردی با اسنادی که رو شده زمین تا آسمون فرق میکنه. این نکته اول. در مورد این فحاشی ها که داری میگی، این کسایی که همچین فضایی رو تولید کردن، درست کردن، کاملا
با شرایط روحی و عاطفی مردم ما آشنا هستند. یعنی میدونن مردم ما یک تعصبی نسبت به کسانی که به نوعی اونها رو جز به حالا میگیم نوامیس خودشون میدونن، یه عرقی دارن، یه تعصبی دارن. خب میبینیم که یک شخصی میاد تو این فضا تولید میشه و این شخص شروع میکنه این فحاشیه رو عادی سازی کردن. عین این موسیقی رپی که توی ایران شروع شد به رواج پیدا کردن و رپی که توی ایران هست زمین تا آسمون با رپی که توی امریکا هست متفاوته. اونا میان با یه زبون عامیه مشکلات جامعه رو صحبت میکنن، ما الان میبینیم یه رپر داریم چپ و راست، حالا اونا هم یه سری چیزها رو انجام میدن نسبت به هم دیگه، ولی این که بیای فحاشی رو عادی سازی بکنی، این یه پروژه‌ای بوده که آقا روش کار شده به اینجام رسیده. بله، برای اینکه یک سری از افراد رو از این صحنه خارج کنن این کار کردن. دقیقا ارادت هم دارم خدمت آقای مزدورانی عزیز، یه اشخاصی مثل ایشون که برای خودشون و خانوادهشون ارزش قائل هستن با این پروژه‌ای که ایجاد کردن، اون پروژه هم که خودتون می‌بینید، این افراد رو از این فضا خارج کردن. طرف اومده شروع می‌کنه، بعدم حرفی که میزنه چیه؟ حرفش اینه، میگه که من دارم به فکر یارو فوش میدم، من دارم به فلان یارو فوش میدم. خب تو خودت هم اسم واقعی خودتو بذار، بعد بیا اینجا بذار مردم به فکرت فوش بدن. عکس خودتو بذار، زنتو بیار داخل اون اتاق، دخترتو بیار داخل اون اتاق، اجازه بده به فکرت فوش بدن. قبول میکنه همچین چیزی رو؟ قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ چون اون هم براش غیر قابل تصور همچین چیزی، ولی اون چیزی که براش تعریف شده رو پذیرفته، در قبالش حالا یا پولی دریافت کرده یا هر چیز دیگه، داره تو این فضا این فحاشی رو عادی سازی میکنه. متاسفانه ما هم که یه سری مثل آقای مزدورانی میدون رو خالی میکنن، چون واقعا تحمل ندارن، و وقتی میدون خالی میشه این افراد بیشتر پروبال میگیرن دیگه، بیشتر پروبال میگیرن، بیشتر فعالیت میکنن، ذهنها رو بیشتر مسموم میکنن، و در نهایت میرسیم به اینجایی که خودت داری بهش اشاره میکنی. آقا همه کشش ندارن بیان راجع به این مسائل صحبت کنن. خب کم کم فضا خالی میشه و این افرادی که این فضا رو خواستن به این شکل ببرن، سوار کار میشن و شروع میکنن جولان دادن، و چون فضا خالی شد اینا شروع کردن جولان دادن. خب ما نمیتونیم ساکت بشینیم نگاه کنیم که حالا هر کسی در حد خودش داره یه فعالیتی میکنه، ولی درستش اینه که دوستان بیان شروع کنن، حالا بزرگترها به هر شکلی که فکر میکنن صحیحه بیان و شروع کنن جلوی این افراد رو بگیرن. ببین دیروز اون فرد اومد مومو رو، من که طرفدار مومو نیستم که، دیروز اومد مومو رو تحریک کرد، گفته میدونم اتاق بزنی ده نفر نمیاد، اتاق زد 8000 نفر رفتن تو اتاقش. خب تو که با یه فکت غلط خودتو خراب میکنی. بعد از اون طرف هر کی این فحاشو میاره تو اتاقش مودریت میکنه، شروع میکنه این آدم رو پرو بال دادن. مومو من خیلی اتفاقی ریپلای اتاقش رو زدم جلو و اون قسمت رو دیدم، ولی مومو طرف رو آورد بالا، اون چیزی که حقش بود و لایقش بود رو هم بهش گفت. خب اگر 4 نفر مثل این آدم باش برخورد میکردن، این آدم توی این فضا همچین لشکری رو برای خودش تشکیل نمیداد که بیاد اینقدر این مسئله رو عادی سازی کنه. بعد افرادی که کم سواد هستن و افراد با سواد سودجو رو دور خودش جذب کنه، با سواد سودجو از اون کم سواده خب خطرناکترن. کم سوادام که کورکورانه دارن دنبال طرف میرن دیگه، طرف برمیگرده میگه که آقا داره به من فوش میده، اگه یه چیزی هم ولی دارم یاد میگیرم. خب بابا اگه اینجوری باشه استاد طوسی هم داشت قرآن یاد میداد، ولی از اون طرف به بچه هاتون هم تعرض میکرد. 2 روز دیگه هم بچه هاتون رو فرستادید مدرسه، اگه معلمش باشه یه کاری کرد ناراحت نباشید، عوضش داره یه چیزی بهشون یاد میده. خب این چه تفکر غلطیه که این جا انداخته و این بیسوادا قبول کردن این تفکر رو؟ مگه ما داریم همچین چیزی؟ چون داره به ما یاد میده هر کاری دلش بخواد میتونه با ما بکنه؟ خب این چه تفکر مسخره ایه؟
خب اینو من شاید اگر بیام راجع به صحبت کنم اون تأثیری که باید داشته باشه نداره، ولی اگر یه نفری مثل خدای دکتر مرزبانی بیاد این قضیه رو پوش کنه و بیاد پوشش بده این مطالب رو، خیلی متفاوته. چهار نفر هستن که شنوایی دارن، چهار نفر هستن که میان شروع میکنن اتاق میزنن این موضوع رو ترویج میدن که ملت بفهمن بابا دو روز دیگه دخترت رفت مدرسه، رفت دانشگاه، استاد دانشگاه بهش فیزیک یاد داد، برد توی نمیدونم دستشویی فلان کرد، ایرادی نداره چون داره یه چیزی بهش یاد میده. خب این چه تفکر مسخره‌ایه که این آدم جا انداخته و این آدمو قبول کردن. من اصلا موندم اینو چجوری قبول کردن این تفکر. من امیدوارم که این دوستان بزرگترا بیان فضا رو بتونن به نوعی یه ذره به سمت تمیزی ببرن، چون کسایی مثل این اسمم نبرم دیگه میگه اسم نبر، کسایی که لباس پیامبر رو میپوشن و میان اینجا اراجیف میگن و کنار این آدم میشینن و پرومودش میکنن، اینا نمیدونم چه نونی خوردن از چه نطفه این، ولی واقعا آدم هایی کسی. مرسی مسیح جان، مرسی سینا جان. من شما رو دو سه بار دعوت کردم بالا، ایراد از شماست، یعنی این که بزنید تو پروفایلتون ببینید دعوت اومده. آها اومده، منتظر بودی صدا منو بشنوی. سینا چطوری؟ سینا خبر جدید شنیدی؟ تو آلمان قراره به اونایی که تو بیمارستان کار میکنن 1700 یورو دوباره اکانتت رو ساسپند کردم. آره شهید شد. کدوم اکانت جدیده؟ اصلیه این اکانت دوممه. این مثلا این 800 تا فالوور داره، اون یکی 7400 تا فکر کنم فالوور داشت. شهید شد. اولین بار ساسپند شدی این اکانت؟ اون سومین بارشه. سومین بارشه. خود نامه بزن دوباره. نه خود کلاب هاوس پیام داده، اصلا نوشته که اکانت به علت ترویج خشونت و نفرت پراکنی ساسپند شده، هم اتاق هم اکانت، و تا 19 آگوست برمیگرده. نوشته تا 19 آگوست ساسپند شده، یعنی وقتی زده تاریخ 19 فکر کنم 19 یعنی میشه 3 روز دقیقا، فکر کنم بعد 3 روز خودش اتوماتیک برگرده. آره اگه برنگشت نامه بزن. میدونی چی باید چی تو نامه بنویسی؟ که اگر دوباره ساسپند شد اینا بدونن. باید بنویسی که من اپوزیشن جمهوری اسلامی هم. همون نامه ای که بار اول و دوم زده بودم کپیشو داشتم، بار سومم نوشتم زدم، ولی فکر کنم اینا خودشون طبق قانون جدیدشون بعد 3 روز اتوماتیک از چیز در بیارن، از ساسپندی در بیارن، چون خودش نوشته تا 19 آگوست. آره خیلی خوب، چون خودت که میدونی اکانت آقای فخرآور رو که زدن نزدیک حالا دو هفته و نیم طول کشید تا برگرده. دومین بارش بود که ساسپند شده بود، اونم با اون همه. بابا من با فخرآور مقایسه نکن، ریپورتی که برای فخرآور میزنن برای من که نمیزنن، متوجهی؟ باشه اون یکی از به صلاح سران اپوزیسیون این توی به صلاح حالا یکی از اوناست دیگه، چون کسایی که کار سازمانی میکنن یکیشون آقای فخرآوره، یکیشون هم که مجاهدینه، یکی دیگه شون هم همون حزب دموکرات کردستانه. میدونی چند تا بیشتر نیستن، برای اینا که اکانتشون بخوره اینا خب مشخصه که جمهوری اسلامی نمیاد حالا بشینه که اینا بیان حرفاشون رو بزنن. آزادی بیان که نیست که، با این حال این اتفاق افتاده و حالا اکانتشون رو که زدن طول کشید. میدونن دیگه، چون نامه هم زدیم، فقط هم یه نامه نبود،
بچه هم اومدن نامه نوشتن که آقا جریان اینطوریه، اونا که فارسی نمیدونن که بیان همه چی رو چک کنن ببینن چه خبره. حالا جریان اینطوری بود، ببین اگر نشد نیومد این کار رو بکن، حالا شاید هم اونطور که تو میگی باشه، یعنی حالا اون ریپورتی که برای تو کردن شاید فرق داشته باشه دیگه. نه مشکل مشکل اینه که دوستان عزیز به اسم دوستی میان رو استیج شروع میکنن حل کردن مسائل شخصیشون و نمیدونم به این و به اون و به اون و به زمین و زمان فوش میدن و تهمت میزنن و نمیدونم فوش جنسی میدن و اینا. حالا یه عده خب مخاطبین معمولی هستن که طاقت شنیدن فوش ندارن ریپورت میکنن، یه عده هم سازمانی این کارو میکنن چون تایتل در مورد اونا زده شده بود. همین دیگه، حالا یه عده تعامل شنیدن نظرات دیگه رو ندارن، چون میدونه آزادی بیان حالا به غیر از نظرات حتی فوش هم بدی مشکلی نیست، به حالا تفکر طرف بیای فوش بدی، برچه فوش بدی تا قبل از اینکه بیای مستقیم به یکی فوش بدی واقعا اون مشکلی نداره، مگر اینکه بیای جریان شخصیش کنی، به طرف واقعا مستقیم فوش بدی، بگی تو اون حالا مثلا طرف مسلمونه بیای فوشو به تفکر، یعنی آره دیگه بیا به تفکر اونا فوش بدی اون مشکل داره، ولی بیای کلی مثلا به اسلام هر کی هم بگی مثلا فوش بدی اون مشکل نداره. آزادی بیان دیگه، حالا تو که این کارو نکردی اینا مشکل دارن دیگه، تا وقتی که اینجور چیزها رو نمیتونن تحمل کنن دیگه نباید بیان ادعا بکنن که بخوان براندازی بکنن یا بخوان بیان ایران از همه چی رو در دست بگیرن. وقتی الان این کار میکنن ببین دیگه بعدا چی کار میکنن، اگر یه چیزی دست اینا بیفته دیگه همین بلایی که جمهوری اسلامی داره سر مردم میاره همونا هم میارن، هیچ فرقی نداره. فرقش اینه که شاید مثلا خانوما یه آزادی چیزی داشته باشن، حالا حجابی چیزی نداشته باشن، ولی خب سیاست ها همون میشه. متاسفانه برای ما اینطوریه دیگه، برای هنوز فرهنگ سازی نشده برای ایرانی ها که اینجور کارا رو نکنن. متاسفانه هیچ فرقی هم نداره داخل یا خارج میکنن دیگه این کارا رو. حالا اکانتی که مثلا اون زدن، تو فاندر روم بودی که زدن؟ بله بله نبودی. بله همین دیگه، فاندر رو بذار یکی از اکانتای دیگر، چون وقتی فاندر باشه اینا راحت میتونن بیان ریپورت کنن بزنن، میان روم رو ریپورت میکنن، بعد اینا میبینن فاندر که میان ساسمن میکنن. تو که این اکانت دیگه دوست کنن بیان یکی از اونا بذار فاندر، حالا اکانت اصلی تن بیار بغلش بذار، چون یا بذار پایین، چون هر که صدات قطع شد سینا جان، باگ داری. میشناسم دیگه فالوورات هم، وقتی بیایی این رو بزنیم یا میزنم صدا میاد؟ صدات هست الان خوبه؟ آره وقتی بیایی این کار بکنی دیگه کاری میان اون اکانت جدیدت رو میزنن، حالا رومت هم میشناسن دیگه، شلوغ میشه. وقتی اکانت اصلیت هم بیای بذاری بغلش، بالاخره
اون فالوورا میبینن میشناسن میان تو رومه. اینا جان تا موقعی که آقای اسکپتیک اتاق بزنه بنویسه در چه پوزیسیونی به فومنی در زندان تجاوز شد، 2000 نفر برن بشینن اونجا و یه کسی دیگه ای اتاق بزنه در مورد آزادی بیان و مثلا 20 نفر 30 نفر بیان بشینن اینجا، مشکلات ما حل نخواهد شد. یعنی من ساسپند بشم نشم، باشم نباشم فرقی نمیکنه، از ماست که بر ماست. مردمی که رفتن تو اتاق نشستن ببینن که به یک روحانی، به یک پیرمرد 50 و اندی ساله که فرزند دختر و پسر داره که دارن کلاب هاوس رو گوش میکنن در چه پوزیسیونی تجاوز شد، تا موقعی که مردم برن تو چنین اتاقایی بشینن، من بیام چه گلوی خودم رو، حنجره خودم رو پاره کنم و از اخلاق و نمیدونم اینجور مسائل بگم، هیچ فایده ای نخواهد داشت متاسفانه. یعنی حقیقتش من دارم فقط اسکپتیک نیست که، یه اتاق دیگه هم زدن مثلا 400-500 نفر نشستن که ببینن مثلا دوتا خانوم دعواشون شده، حالا حق با کدومه، خانوم ها دارن به هم فحش جنسی میدن، بقیه هم نشستن اون پایین دارن گوش میکنن. تا موقعی که ببین همین الان که من اعلام کردم چنین اتاقایی وجود داره، 4 نفر از اتاق رفتن اونجا. آره متاسفانه اینطوریه. حالا به نظر من این کسایی که حالا این میان روم میزنن و کسایی که مردم بذارینه ببندن، مردمی که میان متاسفانه به اینجور چیزا بیشتر اهمیت میدن، با اینکه این همه بلا سرش اومده میان. واقعا من هم نمیفهمم بعضی وقتا یه مسائلی پیش میاد، حالا ما میایم خودمون گلیو خودمون رو پاره میکنیم، میان روم میزنیم، به اون مسئله میپردازیم. هر اتفاقی که بیفته خبر مهمی باشه، یکی از بچه های ما میاد روم میزنه و متاسفانه بعدش میبینی یه روم زده شده در موازات اون، حالا یه تاپیک واقعا مسخره، یا همین که تو گفتی طرف میاد دور همی قصه برام همدیگه تعریف کنیم، فلان خانومی که مثلا اینقدر فالوور داره، حالا اونم طرف فوشم میده و اینا، مردم میرن تو دور همی به جای اینکه بیان 4 تا درباره این تاپیک های مهم حرف بزنن، نظراتشون رو بگن، یا بیان اخبارهای مهم رو بشنون ببینن چه خبره، یا بیان یه چیزی در مورد فلان چیز که دفاع خودشون، اگر خبری شد حالا مردم رفتن بیرون شروع کردن به سرکوب چیکار بکنن، حالا آموزشایی که هست که ما شروع کردیم داریم این کارو میکنیم، داریم کمک میکنیم، حتی به جای اینکه بیان حالا یه همچین رومهایی بیان که فردا خودشون بدبخت نشن، فردا اگر رفتن تو خیابون خودشون کشته نشن، میرن تو این رومهای مسخره. متاسفم واقعا سینا جان، لطفا وارد این مسائل نشو. الان دوباره میان این اکانت رو هم به خاطر ترویج خشونت و اینجور مسائل دوباره ساسپند میکنم. من با مسئولیت خودم میگم، اینجا هم که زیاد آدم بیشتر نیست، چند نفر، حالا من دارم با مسئولیت خودم میگم که دوستان بدونن. واقعا میدونم ما تمام این چیزایی که شما دارید میگید همه رو تو اتاقای آقای فخرآور شنیدیم، حالا هر کسی مختاره که
خودش برای زندگی خودش، آینده سیاسی خودش تصمیم بگیره. اما خواهش میکنم اونها رو اینجا تکرار نکن، چون دوباره به نمیدونم بهونه ترویج خشونت و اینجور مسائل این اکانت رو هم میزنن، اون موقع من دیگه شهید میشم. بذار اون یکی اکانت برگرده، دو اکانت بشه. من خودم یه اکانت بهت میدم، من حفش ندارم. ولی خب ببین آقای فخرآور هم تازه میاد یه خورده ملاحظه میکنه ما این کارهایی که میکنیم اصلا ربطی به کنگره نداره. ما داریم خودم، مثلا من خودم تو آلمان، تو میدونی تو آلمان یه خورده از این انگل زاده ها هستن که با پولای مردم اومدن اینجا دارن اشغال میکنن. حالا اینا هیچ کس اینا رو نمیشناسه. ما با مسئولیت خودمون بدون اینکه اصلا به کنگره ربطی داشته باشه داریم اینا رو شناسایی میکنیم. فردا اگر خبری اینا جان لطفا ادامه اینا... نده. خواهش میکنم، خواهش میکنم. برای من بعدا دوباره مشکل میشه. بذار جز اپوزیسیونی یه خود باید چیز کنی. آره ولی خب ببین الان مثلا ببین سینا جان، من الان مسعود اومد بالا، مسعود از بچه های ریستارته، خب منتقد شدید کنگره و آقای فخرآوره. من قبل از اینکه بیاد بالا توی مسیج براش نوشتم خواهش میکنم نه تبلیغ ریستارت رو روی این استیج بکن، نه به کنگره و آقای فخرآور بپرداز. اگه خواستی بپردازی اون به علاوه پایین رو بزن، یه اتاق خودت بزن با مسئولیت خودت این حرفا رو بزن. من ایشونو خواهش کردم ازش که دیگه در مورد آقای فخرآور و ریستارت صحبت نکنه. از شما خواهش میکنم. باشه من نمیگم، ولی اگر حالا ریستارت بیاد یه چیزی هم بچه های ریستارت بگن، مگه از آقای فخرآور چیز کم میشه؟ یا طرفدارای ایشون میان گوش میدن؟ من اون صدای گفت نیست که میاد روم میذاره. مثلا این همه داره توهین میکنه به رکسان گنجی، تهمت میزنه، مگه از اینا چیزی کم میشه؟ حالا آزادی بیانشون هم داره، هر چی دوست داره میتونه بگه. ما میگم شنونده باید عاقل باشه. ما اینجا میتونیم اتاق بزنیم صبح تا شب به دیگران توهین کنیم، تهمت بزنیم و هر چی که دلمون میخواد بگیم. اون شنونده‌ای که اون پایینه باید عاقل باشه، بره تحقیق کنه، بره ببینه که چه حرفی درسته چه حرفی اشتباهه. بازم سینا جان مرسی، اگر که اجازه بدید با توجه به اینکه همه حرفامون رو زدیم و همه اونایی که روی استیج میخواستن بیان به غیر از آریای عزیز که من سه بار دعوت بهش دادم و مشکل از خودشه که نمیتونه بیاد بالا، همه اومدن صحبتاشون رو کردن، بچه‌های ریستارت، بچه‌های کنگره، بچه‌های تفکرهای مختلف در مورد آزادی بیان صحبت کردن. از همه تو ممنونم که اینجا بودی تو این اتاق. بالاخره هر مرسی. باید یه چیزی هم به شهرام شارلاتان بگیم که انقدر شارلاتان نباشه. یه روزی یه بلایی سرش میاد که خودش نه اینکه مثلا چیزی باشه، بلایی که من دارم میگم نه اینکه فیزیکی باشه، یه روزی واقعا مثل همین اتفاقی برای خیلی بده. سینا صدات بده، میگم یه روزی الان صدا میاد. آره ولی بعضی موقع صدات یه قطع میشه. باشه الان تمومش میکنم. میگم بلایی بدتر از همین به سرش میاد که بره توی مصر و کسی محلش نداره و بیاد سکته ناقص کنه. واقعا اگر میخواد از این فضا هست نشه، یه خورده باید رفتارش رو تغییر بده. حالا بعدا طرفدارای ایشون این رومو میشنون بیان، ما گفتیم حالا خودشون میدونن. مرسی، مرسی سینا جان. از همه شمایی که اون پایین هستید، همیشه تو اتاقای من هستید، میایید گوش میکنید، سپاسگزارم. امیدوارم که این مشکلات هم به زودی حل بشه، ما به اون مفهوم آزادی بیان برسیم و
نخواهیم برای اینکه دهن کسی رو ببندیم با پول و با یه سری تیم سایبری بخوایم بیایم اکانت یک کسی رو ساسپند کنیم. 3 روز 4 روز، نهایتش یه هفته طول میکشه یا یه ماه طول میکشه، اون اکانت دوباره برمیگرده، صداها رو نمیشه خفه کرد. پس خواهش میکنم که به آزادی بیان احترام بذارید، حرمت خودتون رو هم نگه دارید. اگر که من امروز انقدر آروم و متعادل صحبت کردم، به خاطر این نیست که حالا فکر کنید من از کسی ترسیدم، نه، چون تایتل اتاق در مورد آزادی بیانه، من باید طوری صحبت میکردم که به آزادی بیان توهین نشه. کسی که در مورد آزادی بیان داره صحبت میکنه نمیتونه با بیان خودش دیگران رو زخمی بکنه. با توجه به تایتل اتاق، ادبیات ها هم فرق میکنه. ادبیات امروز بسیار آرامتر و محترمانه تر بود، چون که در مورد آزادی بیان بود و آزادی بیانی نیست که شما دهنتون رو وا کنید و چشمتون رو ببندید و هر چه که دلتون میخواد به دیگران بگید. آزادی بیان تا جایی اسمش آزادی بیانه که شما با بیانتون، با حرفتون، اون شخص مقابل رو زخمی نکنید، به اون حرمت انسانیش خدشه‌ای وارد نکنید. ما هرچی اتاق زدیم، اگر به کسی شالاتان یا کلاش هم گفتیم، منظورمون فقط سیاست بود. شالاتان سیاسی، کلاش سیاسی، هیچ ربطی به زندگی شخصی دیگران نداشته. و بازم ممنونم، امیدوارم که ما بتونیم در آینده نزدیک، بعد از اینکه اکانت اصلی من دوباره برگشت، اتاقای دوره همی داشته باشیم، دوره هم جمع بشیم، بشینیم مثل کماف سابق با هم دیگه بگیم، بخندیم، صحبت کنیم، درد و دل کنیم، موزیک پخش کنیم. مرسی که بودید، همتون رو دوست دارم، عاشق همتونم. پاینده ایران.